بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. باز هم روز جمعه هست، ساعت 12 بعد 12 ظهر واشنگتن و 6 بعد از ظهر اروپا. خوشحالم بار دیگر با آقای محمد کرمی هستیم که ایشون از فرانسه هستند و امروز بیشتر میخوان درباره عملکرد سازمان مجاهدین در رابطه با حقوق بشر، چه درون تشکیلات چه با جدا شدگان صحبت کنند و قبلا هم مهمان برنامه بودند. آقای محمد کرمی کسی هستند که سالهای سال جزو سازمان مجاهدین بودند، بعد از اینکه تصمیم گرفتن جدا بشن، بعد از اون تصمیم مشکل تری گرفتن و اینکه خاطرات و نظرات خودشون رو بعد از این سالها بیان و با شما بینندگان و شنوندگان در سر تا سر جهان در میان بگذارن و ما اینجا فقط نقش یک سکوی ارتباطی و یک بلندگو را اجرا میکنیم که هر کسی میتونه ازش استفاده کنه، حتی دوستان مجاهدین قبلا هم استفاده کردن، باز هم میتونن استفاده کنن. شماها هم میتونید چه در حین برنامه چه در حین بازپخش این برنامه ها که از این هفته تا هفته دیگه هر روز ادامه داره، چه موقعی که به صورت بایگانی اونها رو تماشا میکنید تماس بگیرید، پیام بذارید، با خود این دوستان مستقیما در تماس باشید و الی آخر. من بیش از این شما رو معطل نمیذارم و میریم با هم سراغ آقای کرمی. سلام میکنم به ایشون، بهشون خوش آمد میگم و میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدم. آقای کرمی خوش آمدید، سلام بر شما و بفرمایید. با سلام خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز و همچنین شما آقای سوربی. بحث این هفته رو من اختصاص دادم بیشتر به مسئله حقوق بشر و عملکرد متناقض سازمان مجاهدین با این مقوله حقوق بشر. خب حالا در ادامه بحثامون این بیشتر روشن میشه که چرا مسئله حقوق بشر رو تو این موقعیت داریم بهش میپردازیم و چرا سازمان مجاهدین سوار این موج میخواد بشه. من این موضوع تقسیم در 3 دسته توضیح میدم، که عملکرد سازمان مجاهدین با مقوله حقوق بشر، درون تشکیلات سازمان مجاهدین در عراق و پایگاه‌هایش دیگه‌شون که فرمان تو اروپا باشه آمریکا باشه، عملکرد سازمان مجاهدین در رابطه با مقوله حقوق بشر بر علیه نفرات جدا شده در اروپا و یا در هر کجای دیگه که هستن، به خصوص در اروپا، و عملکرد سازمان مجاهدین با مقوله حقوق بشر در صحنه سیاسی و مجامعی که به اصطلاح خودشون میان خالقشن میپردازن، یعنی خودشون به بار میارن، و هدفشون از این مسئله چیه و چرا این کارا رو دارن انجام میدن. و در صورتی که وقت داشته باشیم به 3-4 موضوع دیگه هم در کنار این خواهم پرداخت که اونها هم باز به نوعی برگرده به مسئله حقوق بشر و تنظیم رابطه که سازمان مجاهدین با این کلمه دو کلمه یعنی حقوق بشر داره انجام میده و چه کلوبرده و چه خونهایی که داره میریزه رو انجام میده. قسمت اول، عملکرد سازمان مجاهدین در رابطه با مقوله حقوق بشر در صحنه درون تشکیلات سازمان در عراق یا اینجا هستش که پایگاه اینجا که میخوام توضیح بدم. خب دوستان خیلی زیادی اون تا اونجا که تونستن از درون تشکیلات اومدن بیرون، الان در خارج هستن، تا حدودی در این رابطه سخن گفتن. دوستان قدیمی که خیلی هاشون اومدن در تلویزیون صحبت کردن، یا تعداد خیلی زیادشون که به خاطر یک سری امکانات این ندارن که بخوام صحبت کنن، با نوشتن مقالات دارن این کار میکنن، که جندی پیشم که دوستمون آقای جمال عظیمی که دست به قلم بردن و اون مدت زمانی که خودشون در زندانهای سازمان بودن و به روی کاغذ آوردن، و همچنین دوستمون آقای سعید جمالی که با نام مستعار سعید جمالی است که اسم ازشون آقای هادی افشار است که از فرماندهان ستادی سازمان مجاهدین بودن، یعنی از فرماندهان ستادی که میگم از موضع مسئولین بالای سازمان بودن، که خب چندی پیشم که ایشان شروع کردن دارن واقعیت هایی که در ترون ستاد بود که دوستان خب
خیلی کمتر نسبت به ایشان اطلاع دارن، چون تو ستاد نسبت به اخبار و اطلاع به مسائل خیلی بیشتر اطلاع دارن، که این آقای سعید جمالی الان داره تو این رابطه مقالات می نویسه. و جدیدن دوست عزیزمون آقای علیبخش آفریدنده با نام مسار رضاپوران بعد از 11 سال بالاخره سکوت شکست و حداقل با اون وجدان داخلی خودش اومد ندا داد و لبیک گفت، یا به نوعی اون وجدان داخلی خودش نداشت این آروم و آسوده دنبال زندگیش باشه. بعد از 11 سال ایشان هم در به اصطلاح شروع کردم به صحبت کردن. باید خدمت همتران بگم که آقای رضا گوران یا آقای علی بخش آفریننده نزدیک 4 سال در انفرادیه سازمان مجاهدین بودن. تو سازمان اینو خیلی اذیتش کردن، خیلی شکنجهش کردن، خیلی زدنش تا بخوان در علیهش کلی مدرک و اینا درست کردن، یا ازش به زور دست نوشته گرفتن که الان تو سایت رسمیشون به نام ایران افشاگر سازمان مجاهدین اومده اینها رو. بعد از 11 سال که آقای رضای گوران که از سازمان جدا شده بود صحبت نمیکرد، تازه شروع کرده به صحبت کردن، الان اومده بر علیه این داره صحبت میکنه و بهش میگه این موضوع رو انجام داد. خب آقا اگر آقای رضا گوران بعد از 11 سال که سکوت کرد داره حرف میزنه، چطور شد که یک مرتبه شد مزدور؟ میگه همین آقای رضا گوران نبود که در جشن نوروزی سال 80 مسعود رجوی وقتی اینا داشتن رقص کردی میکردن نیم ساعت با آقای رضا گوران داشت گفتگو میکرد، خوشو بش میکرد، شوخی میکرد، کلی باش عکس گرفت و بغلش میکرد. چطور مسعود رجوی با یک مزدور اینطور تنظیم رابطه میکنه؟ اون موقع مزدور نبود، چی شدش؟ الان که دهنشو باز کرده شده مزدور. چطور شد سال 80 تمامی دوستان کردی که تشکلات بودن میسپردشون به رضا، میگه آقا رضا هوا اینا رو داشته باش، اینا رو کمک کن تو انقلاب بیان و اینا. اما یک مرتبه الان که واقعیت هایی که برایش گذشته چشمهایش داره مینویسه، الان با دوست مشد رضا گوران مزدور جمهوری اسلامی. و آقای رضا گوران خوبش به اینه که همونطور که چون که این از یارسانان ایران هستن، منطقه کردستان سمت مرز و اینا می نشستن، بچه خیلی ساده و ساده ایه، به همون سادگی که داره به همون شکل داره بیان میکنه می نویسن. این مقالاش که الان توی سایت پشاک انتشار می دن هم بتران بخونم می بینن چقدر عامیانه و ساده داره این چیزا رو می نویسه. و همینطور به تازگی خانم همیرا محمد نژاد از انجمن زنان شروع کردن به صحبت کردن، که به نوعی گفتهای خانم بتول سلطانی دارن تایید میکنن، به نوعی دیگرش اون در اونها ایشان مواجه بودن الان دارن اینو بیان میکنن، و همینطور چیزایی که خانم زهرا میبالغری گفت الان داره اینها رو این بیان میکنه. من سوالم از رهبران سازمان مجاهدین، وقتی میگم رهبران چون که مطلوب شبیه که دیگه وجود خارجی نداره، قید حیات نیست، میمونه مریم قجر عزیزانلو یا با نام مستعار مریم رجوی و یا از بقیه، اساسا از بقیه سرانشان. سوالم این است که آیا اساسا افرادی که در تشکیلات سازمان مجاهدین اسیر هستن، چه اونهایی که در عراق هستن و چه اونهایی که در اروپا، به عنوان یک فرد از جامعه در روی این کره زمین زندگی میکنن به رسمیت میشناسنشون یا نه؟ آیا شما برای این افراد حق حیات قائل هستید یا نه؟ آیا حقوق اولیه جامعه بشری رو برای این افراد قائل هستید یا نه؟ آیا سازمان مجاهدین خلق تحت رهبری مریم رجوی منشور حقوق بشر قبول داره یا نه؟ در رابطه با این مواردی که الان به عنوان سوال از رهبران سازمان مجاهدین سوال کردم، هزاران فکت در رابطه با این وجود داره که سازمان مجاهدین تماما اینو از زمانی که خود مسعود رجوی در حیات بود تا به الان داره ادامه پیدا میکنه. سازمان مجاهدین خلق به هیچ وجه اصول حقوق بشری که ادعا داره قبول نداره، که یک زمان مسعود رجوی حالا یا به شابه تند میگفت ما قانون حقوق بشر خودمون باید با دیدگاه خودمون بنویسیم، نه این چیزی که فرنگی ها رو کاغذ آوردن.
میگه تعهدهایی که تحت عنوان رجوی ساخته، امضای خون و نفس زمانی که خود مسعود رجوی بود و بعد از اون توسط او گرفته میشد، سوگندی بود که در صفوف سازمان بود که سوگند میباست نفرات میخوردن که به رهبری وفادار هستن تا وقتی که زنده هستن. چند بار در نشست‌های مختلف دیدیم که خب آقای مسعود رجوی میومد خودش اینو با نماز خوندن مقایسه میکرد، چون که نفرات یه سرشون اعتراض کردن میگن آقا میگن ما یک مرتبه تعهد دادیم، امضا دادیم، گفتیم آقا خون نفس با شاطالمان هستیم تا آخر آقا، چی حالا هر سرفصل هر چند ماه یه مرتبه باید بیم دوباره ما یک امضای خون و نفس بدیم و تعهد بدیم و این چیزا. مسعود رجوی چنین میگفتش، نقل قول از مسعود رجویه که خیلی از دوستانمون اینو شنیدن، بارها میگفت ما 5 بار نماز وای میسیم میخونیم، یعنی مسلمانان وای میسن نماز میخونن، و 5 بار که این کار میکنیم میایم در هر باری که چیز میکنیم تقریبا 34 بار باید رکعت بگیریم و سجده میکنیم به خدا. اینا گفتش که خب الان که شما این همه چیز دارید با خدا، شما 17 رکعت نماز میخونید و در هر رکعت 2 تا سجده داره که در مجموع میشه 34 تا سجده دارید با خدا، روزانه این همه تعهد میدید، حالا من هر چند ماه یک مرتبه میام از شما یک تعهدی میگیرم، این زیاده؟ پایان نقل قول مسعود رجوی. نفس چی بود؟ امضای خون و نفس این بود که مسعود رجوی میگه خونتون متعلق به منه، نفستونم مال منه، هر زمان اراده کنم میتونم نفستون ازتون بگیرم و خونتون ازتون بگیرم. خون و نفس مال مسعود رجوی بود و به هیچ فرد تعلق نداشت، اطاعت مطلق از رهبری بودش یا اطاعت کورکورانه به نوعی که میگفت نفس کشیدن بدون رهبری حرامه بر شما. حداقل ما توی اسلام یا تو جمهوری اسلامی ما چنین چیزی نشنیدیم از این آخوندها بخوام بگم که شما بخواید نفس بکشین بدون اسلام حرامه بر شما. اما رجوی اینو گفت، مسعود رجوی میگفت نفس کشیدن شما اگر بخواد با رهبر عقیدتون نباشه حرامه بر شما. خب از این موارد خیلی زیاد است که من تعدادی انتخاب کردم الله به اشاره میکنم. زندان های سال 1364 1374 بیش از 1000 نفر در این دو پروسه تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفتند. در زندان های سال 1364 که معروف به زندان های منصوری بود، 2 نفر ناپدید شدند. یکیشان از همسلولی خود من بود که بعد از اونم هیچ کس ندید و هیچ کجا از این دفعه خبردار نشد که چی شد، کجا رفت، چی شد، چه بلایی سرش اومد. در زندان های سال 1374 هم که 4 نفر زیر شکنجه کشته شدن که رو دست بچه ها در داخل سلول بود که بعضی از دوستانمون آمدن خودشون که شاهد بودن اینا رو توضیح دادن و در این موارد خیلی زیاد نوشته شده. خب الان هر کدوم از این دوستانمون که میان می نویسن صحبت میکنن از زندان و شکنجه و چیزهای مختلف، هر کی میاد شمعه از این شکنجه های روحی روانی و جسمی که خودش دیده رو داره و می‌نویسه و میگه. خب فعلا فقط دوستان جدا شده لب به سخن گشودن که در اروپا هستن یا دسترسی به چیز دارن، به رسانه هایی دارن که یا خودشون تولید کردن دارن چیز میکنن، که تمامی این دوستان حاضر هستن در مقابل هر دادگاه بی‌طرفی که بخواد به موضوع زندان و شکنجه و کشتار در سازمان مجاهدین رسیدگی کنن بخوان شهادت بدن و آنچه که بر خودشون و بر دوستانشون گذشته و آنچه که خودشون شاهدش بودن بخوان خودشون دیدن بخوان شهادت بدن در مقابل این دادگاه که سران این فرقه بخوان محاکمه بشن به جزای خودشون برسن. گوشه‌ای از این شکنجه ها و ضرب و شتم ها رو که دوستانمون هر کی به صورت مختلف خورد خورد گفته بود، دوست عزیزمون آقای ایرج مستقی تحت عنوان گزارش 92 همه رو سرجم کرد، خیلی مرتب با قلم رتاشون خیلی راحت نوشته از به نوشتاری تبدیل کرد و بیان کرد و خطاب به مسعود رجوی هم نوشته بودش که
که در اونجا مشروع با تمامی جزئیات و اعصامی یک سیر از شکنجگران، همونطور که دوست عزیزمون جمال عظیمی یا آقای سعید جمالی اعصامی بی از این شکنجگرا رو که بودن و اینا رو بیان کردن. خب از سال 1374 تا سال 1382 در عرض این 8 سال فکر میکنید هموطنان چند هزار نفر از مخالفین معترضین سازمان مجاهدین درون تشکیلات تو نشست های مختلف در سرفصل های مختلف تحت انواع اقسام نشست ها مورد که از بالاترین فرماندهان یعنی از خود مسعود و مریم به پایین فرمان می اومد، فرمان صادر می شد که بهشون تحت بدترین شرایط قرار می گرفتن، شکنجه های روحی روانی و مورد ضرب و شق قرار می گرفتن، تحقیر می شدن، شخصیتشون له می شد. اونجا اگر بخوام بگم در این 8 سال بیش از 10,000 بار این اتفاق افتاده اغراق نکردن. در نشست هایی که معمولا از 50 نفر تا 2,000 نفر بود، نفرات چقدر مورد شکنجه های روحی روانی قرار دادن، چقدر کتک زدن، چقدر دست و پا شکست، چرا، چقدر دنده شکست. در نشست هایی که در تابستان سال 1380 در قرارگاه باقرزاد در منطقه ابوغریب برگزار شد که با این پروسه رو بهش بودن نشست های طعمه، بیش از 75-80% در عرض 3-4 ماه در توی این شکنجه روحی روانی بودن که به لحاظ شخصیتی هیچ فردی اونجا نبود که بخواد در امان باشه، بجز افراد معدود بالایی که وفادار و وفادای رجبی بودن. بقیه افراد سوژه‌های نشست می‌شدن، محاکمه می‌شدن که بعضا محاکمه به چندین ساعت می‌کشید، یعنی بالای 6-7 ساعت یک نفر می‌بایست سرپا ایستاده. همونطور که از تعداد 50-2,000 نفر به این فرد توهین می‌کردن، آب دهان می‌انداختن. به چه دلیلی؟ یا باعث بعضی ها که حاضر نمی شدن این کار بکنن، مجبورشون می کردن که بخوان بیان به این دوستان دشنام بدن. به چه دلیلی آخر؟ در این نشست ها حکم اعدام چند نفر صادر شد؟ خانم مریم رجبی، الان که مسعود رجبی نیست که بخواد جواب بده. در این فقط در این پروسه تابستان سال 1380 چند نفر محاکمه شدن و محکوم به اعدام شدن که آقای مسعود رجبی میگفت فعلا من میبخشمشون. من به چند مورد از اینها که حکم اعدامشون صادر کرده بودم بیان میکنم. یک موردش آقای جواد فیروزمند بود که تقریبا نزدیک 10-12 ساعت دادگاهیش تو 4,000-4,500 نفر ادامه پیدا کرد که حکم اعدامش رجبی صادر کرد که بعد میگه به خاطر شرایط فعلی که داریم من عفش میکنم. مورد دوم آقای قربان علی حسین نژاد بود که مترجم ارشد آقای مسعود رجبی که الان چندین بار مهمون برنامه تلویزیون مردم بودن، که جرم آقا میگه چی بود؟ تنها جرمی که آقای حسین نجات داشت این بود که یک برگه سفید نوشته بودن، اینو روی این برگه نوشته بودن که آقا توی نشست تو به کسی توهین نکنید، فحش ندید. به چه دلیل دارید فحش میدید؟ بحث منطقه دارید بیاد بحث کنید. اینو مخفی رو برده رو تابلو ستاد زده بود، ستاد مرکزی. جدا از نشست هایی که در ستاد خودشون برای آقای حسین نجات برگزار کردن، 5 ساعت سوژه نشست های مسعود رجبی بود. انواع اقسام تهمت ها و دشنام ها رو بهش میدادن. آقای حسین نژاد تقریبا سنش هم بالاست و دست آخرم که حکم اعدامش رو مطلوب جمعی میگفت اعلام کرد من عفو میکنم، فعلا اعدام نمیکنم زیرا مصلحتمون نیست. دقیقا در تو با اعدامی که سال 80 حکمش رو میداد میگفت الان به مصلحتمون نیست اعدام کنیم، که اگر مصلحت بود پس حتما آقای رجبی اون موقع نفرات اعدام میکرد. که بعدا تازه این اول کارات بعد از اینکه اینا دادگاهی می شدن اینجا
میرفت داخل ستادها، شبهای شب بعضا تا یک ماه این نشستهای سوژه بودن اینها ادامه داشتن. در همین نشستهای سالش ها سه ماه تمام من خودم سوژه بودم، روزی نیم ساعت صدا میکردن، شروع میکردن دشتم دادن، فوش دادن، توهین کردن، آب دهن پرت کردن رو ما. بعد از نیم ساعت که برنامه من تمام میشد میذاشتن نفر بعدی. سه ماه این ریل با ما داشتن. آیا این شکنجه روحی روانی و خرد کردن یک شخصیت یک فرد نیست؟ و چرا، به چه هدفی سازمان مجاهدین میخواد افراد شخصیتشون رو خرد کنه؟ در همین محاکمه ها که انواع اقسام فشار میدادن که بعد بعضا یک سری اعتراض کردن که چرا دارید این تو فش میدادن این چیزها، مسعود رجوی چنین برگشت گفت: کسی نمیتواند انواع فش دادن ها در نشست رو تعیین بکند و نظر بدهد، بلکه افراد نشست یعنی جمع آزادن، هر نوع فش میخواهند به سوژه نشست یعنی فرد مورد محاکمه بدهند. پایان پیام. یعنی دست باد باشه که هر کی هر چی بخواد بگه. شنوندگان عزیز، بعضا البته به اونها که زن نمیشه گفت، اون زننامه های که اونجا بودن حرفای رکیک فوشهایی میدادن که تو جامعه عادی ممکن بود از هر یک میلیون نفر ده نفر بدونه، اونم در جاهای معروف خودش. همزمان با همین نشست ها که داشتن نفرات محاکمه میکردن، سال 2000 و سر سال 80 که میشه 2001، 11 سپتامبر تقریبا آخرای نشست ها بود که در اون حمله جنایتکارانه به برج های دوقلو آمریکا که تعدادی مردم بیگناه و این تروریست ها کشتن، مسعود رجوی اونجا جشن گرفته بود و با کوس اهدای صدام حسین به کمرش دست به کمر زده و روی سن قدم میزد و میگفت عکس مجدد، این فیلم مجدد پخش کنه مجدد. فکر کنم در اون یکی دو روز بیش از 200 بار این فیلم لحظه کوتاهی که در اون 4-5 دقیقه بود که هواپیما میزدن به اون آسمان خراش ها رو نشون دادن. بعد دست رجوی دست داد میگفت بنازم به اسلامی که در شکل ارتجایش اینگونه عمل میکند. ببین اگر اسلام انقلابی باشد، یعنی اگه کار دست ما بیفتد چه می کردیم. پایان پیام مسعود، صحبت مسعود رجوی. به سران فرقه رجوی باید گفت شما شخصیت کدام یک از این افراد سالم می‌داشتید؟ چند صد نفر مورد ضرب شد وحشیانه قرار گرفتن. خانم مریم رجوی، اگر ادعا دارید که حقوق بشر در سازمان مجاهدین رعایت می شده و هیچ گونه شکنجه و ضرب و شتم بوده، شما فقط پروسه نشست های طعمه سال 1380 که در قرارگاه باقرزاده در منطقه ابو غریب برگزار شد را چه نامگذاری می کنید؟ اون همه ضرب و شتم و آسیب دیدن جسمی و روحی افراد آیا نقض اولیه حقوق بشر نیست؟ در بدترین زندان‌های دنیا، تو آمریکاش باشه، عراقش، ترکیهش، فرانسه، ایران، در هر کجا، آیا زندانیان از حقوق برخوردار هستند یا نه؟ دولت‌ها این حقوق زندانی رو به رسمیت می‌شناسن یا نه؟ زندانیان در هر کجا با خانواده و اقوام خودشون به خود اقوام درجه یکشون مستمر ملاقات دارن یا خیر؟ در همین جمهوری اسلامی که سازمان مجاهدین ادعا داره اپوزیسیونش هست، که این همه ادعا میکنن نقض حقوق بشر هست، که ما نمیگیم نقض حقوق بشر در ایران نیست، وجود داره، حالا جز از آبی که سازمان مجاهدین توش میریزه، آیا همین زندانیانی که در جمهوری اسلامی هستن آیا از حقوق اول خودشون برخوردارن یا نه؟ آیا ملاقات اونها با خانواده‌هاشون به طور ثابت وجود داره یا نه؟ آیا بیش از 90% از زندانیان سیاسی از مرخصی هایی که برای از یک هفته تا یک ماه برای دیدار خانواده‌هاشون برخوردار هستن یا نه که میروند؟ در همین زندان جمهوری اسلامی مگه زندانیان، به خود زندانیان سیاسی، از تلفن موبایل در داخل زندان برخوردار نیستند؟
اینا طبق اعتقاد خود سازمان مجاهدین دارم میگم، چون سازمان مجاهدین داره میگه که دائم از داخل زندان با اینا تماس میگیرن، خبر میدن، خبر میگن، خبرهای دست یک دست اینا هست. یا هر گونه اتفاقی تو زندان میفته بلافاصله به بیرون خبر میدن. خب این تلفن موبایل هستش، همه رو میدونن. خب این تلفن موبایل آقا در زندان جمهوری اسلامی، در صورتی که میدونیم در تمامی زندان‌های دنیا وجود داره حضور تلفن موبایل ممنوعه. در زندان‌ها تلفن ثابت وجود داره که با کنترل که میکنن به هر فرد 5 الی 10 دقیقه در ماه یا در هفته اجازه میدن بخواد صحبت کنه. یا هر گونه اتفاقی که گفتیم تو زندان ها چیز میشه سریع بلا فاصله به بیرون اینا خبر میدن، که البته یک چیز هم از تقریبا مشکوکه، چون که سازمان اینو اعلام میکنه در همون جایی کنم در هیچ کجا رو رسم نیست که داخل زندان موبایل باشه. شاید سازمان مجاهدین داره بلوف میزنه و به عمد خودش این کارا رو میکنه که بخواد نفرات رو به کشتن بده، که بعید نیست از سازمان. خب سوال اینجا سازمان مجاهدین که سازمان مجاهدین خلق که ادعا داره انقلابی ترین، پیشرو ترین، متکامل ترین، پیشتاز ترین، هر چی ترین تو دنیا هست، یعنی بالاتر از این سازمان مجاهدین انقلابی ترها در روی کره زمین وجود نداره، فقط این سازمان هست. این سازمان انقلابی چرا اجازه نمیده بعد از 3 دهه اعضاشون با خانواده هاشون تماس تلفنی داشته باشن؟ حتی افرادی که تو کشور آلبانی هستن الان، چرا آقا اجازه نمیدین که اینها با خانوادهشون تماس بگیرن؟ یا اینهایی که تو اروپا هستن، آقا نفر تو اروپا تو پایگاه سازمان رفت آمد میکنه بیرون، اجازه نداره از تلفن‌های بیرونی، از تلفن کلا استفاده کنه، برای خانوادهش یک زنگ بزنه ازشون احوالشون بپرسه. چرا سازمان اجازه ملاقات نمیده به خانواده که با فرزندان خودشون ملاقات کنن؟ میگه بیش از 2 سال این خانواده ها در مقابل کمپ اشرف منتظر دیدار با عزیزانشون نبودن. چرا سازمان مجاهدین اجازه نداد؟ وقتی که سازمان مجاهدین قرار شد اشرف ترک بکنه، تخلیه بکنه، برن به کمپ موقت لیبرتی، یکی از شرایطی که به دولت عراق تحمیل کرد این بود که اجازه نده خانواده ها مثل کمپ اشرف بیان در مقابل اونجا چادر بزنن که بخوان عزیزانشون رو ببینن. کدوم زندان در دنیا وجود داره که به زندانیان بیش از 3 دهه اجازه ندن با خانواده‌هاشون ملاقات کنه؟ تنها یک زندان گوانتانامو مال آمریکا در کوبا هستش کنم به خاطر ویژه بودنش که افراد القاعده هستن، این اجازه رو نداده. دیگه آقا من زندانی نمیدونم. اگر هموطنان کسی خبر داره بیاد بگه آقا دومین زندان کجا هستش، که اجازه نمیده بعد از 3 دهه این اعضای اسیر با خانواده‌شون ملاقات کنن. آقا در جامعه عادی زمانی که فردی بینه صداش به جایی نمیرسه، نمیتونه که از حق حقوق خودش دفاع کنه، صدای اعتراضش به جایی نمیرسه، دست به خودکشی، خودسوزی میزنه، به خود خودسوزی. در یک سازمانی که ادعا داره سازمان توحیدی هستش، سازمان انقلابی هستش، به چه دلیل نفر خودش آتیش میزنه؟ داره به چی اعتراض میکنه؟ به کدام این گناه؟ خانم آلان محمدی 16 ساله، خانم زهرا فیزبخش، خانم مهری موسوی، مارینا سراج، کامران بیاتی، معصومه غیبی پور، کریم پترام، محمد نوروزی، مشتبه میر میران، مینو فتحعلی، فائزه اکبریان، سعید کیانی، خطام گل محمدی، هما و صدها تن از بهترین دوستانمون دست به خودکشی و خودسوزی زدن. چرا؟ در سازمانی که ادعا داره به سمت جامعه بی طبقه توی داره حرکت میکنه، آقای مسعود رجوی که خودش تماما با خدا چیز میکرد که من با خدا در تماس هستم و پایین‌تر از خدا و امام زمان با کسی دیگه چیز رابطه مستقیم با اینا دارم، به چه دلیل این خودسوزی و خودزنی وجود داره؟ اعتراض به چی هستش؟ به چه دلیلی افرادی که چهره بودن، وزنه بودن در سازمان مجاهدین، به چه جرمی اینا رو سازمان مجاهدین کشت؟
مثل آقای علی زرکش، مهین رضایی، مهدی کتیرایی، زهرا رجوی، مسعود مجید حریری و چندین تا از این دوستان و فرماندهان دیگه. به چه دلیل اینها رو کشت؟ چرا اینها رو همیشه تو چرا اینها رو با گلوله کشتن؟ چرا تو عملیات هایی که سازمان داشت اکثر معترضین و مخالفین تو این عملیات ها کشته می شدن؟ نکنه گلوله هایی هم که شلیک می شد معترضین و مخالفین سازمان می شناخت می رفتن فقط اونها رو هدف قرار می دادن؟ الان نزدیک 2800 نفر در عراق به زور نگه داشته شدن. سازمان های بین‌المللی حقوق بشری هر کی تلاش میکنن که بتونن این عزیزان رو از عراق نجات بدن ببرنشون به کشور دیگه، سران سازمان مجاهدین به انواع و اقسام مختلف دارن سنگ اندازی میکنن تا این افراد رو کشتن بدن. برای چی؟ چون که سازمان مجاهدین به خون این افراد نیاز داره. تا به حال چند بار سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل، دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و چندین روزنامه بین‌المللی چه بریتانیاییش از کارشکنی سازمان مجاهدین گزارش دادن که گفتن سازمان مجاهدین دارن سنگ اندازی میکنن، نمیذارن که این مسئله حل بشه. که هفته پیش که خانم معینی با شما برنامه داشتن، آقا تو شما اون چیز داشت نشون میدادید، روزنامه آمریکایی که تازگی ها این گزارش انتشار داده بود. آقا رحم زنان در تشکیلات مجاهدین که در میان چه مبارزه داره؟ ستادی به سرپرستی کبرا طهماسبی هاجر تشکیل شده که تا الان بیش از رحم 100 نفر از زنان رو با عمل آوردن بیرون که برای همیشه زندگی اینها رو به فنا دادن. آخه این جنایت به اسم کدامین قانون حقوق بشر به سر رسیده؟ خانم مریم رجوی، اگر در آوردن رحم زنان در جهت رسیدن به جامعه بی تبعیض توحیدی و ضعف شدن در رهبر عقد نیست، پس چرا خود شما و مژگان پارسایی و شهرزاد و نسرین و بهشت شادو و سران اولیتون چرا پیش قدم نمیشید؟ این گزارشی بود از گوشه از شکنجه ها و چیزهایی که در اون سازمان مجاهدین میگذره. یک مش بود از هزاران از خروارها، نمونه که در سازمان مجاهدین هست. در سازمان مجاهدین من خودم مورد ضرب شب قرار گرفتم، بیش از 30 الی 40 بار ضرب شب قرار گرفتم. چرا؟ به خاطر که معترضان قبولشون نداشتیم سری یک سری مسائل که الان خیلی چشم راستم آتی بده که پرونده پزشکی دست آمریکایی هست. وقتی از این کامپ آمریکایی به طور ریز ما رو اونجا چکاپ پزشکی میکردن که چه مشکلاتی داریم، تماما ثبت میکردن که بعدا سازمان مجاهدین ادعا نکنه نه اینو پیش ما اینطور نشده بودن تو کامپ آمریکایی جاهای دیگه اینطور شدن. تمامی دوستانم که تو کامپ آمریکایی بودن چکاپ پزشکی شدن به لحاظ پزشکی، پرونده های کاملی دست ارتش آمریکا دارن که چه جنایت هایی که سازمان مجاهدین بر علیه این انجام نداد. این شمعه بود که حالا خیلی مختصر و مفید من بهش اشاره کردم. حالا اگر وقت بود با قسمت های دیگرش رو بیشتر توضیح میدم از بازجویی ها و شکنجه هاشون. بعد برخوردی که سازمان مجاهدین با مقوله حقوق بشر در رابطه با افراد جزء شده در اروپا داره. خب سازمان مجاهدین شویی و بر علیه جدا شده در اروپا راه انداخته نزدیک الان یک سال و نیم یا دو سال میشه که حتی اگر این جدا شده بخوان از هواداران حاشیه‌شون بخوان باشن که در اول سعی میکنن که فرد با زبان با پول و این چیزا مسئله‌شو حل کنن که نگه دارن. وقتی که ببینن نه از پسش بر نمیان با تهدید فیزیکی سعی میکنن به ترسوننش. خب در این راسته حتی مورد ضرب و شتم و تهدید هم قرار میدنش و برایشون مشکل سازی های قانونی مشکل سازی میکنن که مسائل قانونی برایش پیش بیاد که از این موارد زیاد داشتیم. تهدید و پرونده سازی یکی از کثیف‌ترین شگرد های سازمان مجاهدینه که توی این سالیان بر علیه اعضای جدا شده چه اونایی که فعال هستن یا نیم فعالن برای علیه اونا داره استفاده میکنه.
که در این برنامه به نمونه از این شگردهای کثیر سازمان مجاهدین اشاره میکنم، توضیح میدم تا به جدیدترین مورد اون که چندی پیش اتفاق افتاده. در این رابطه تنها این اعضای جدا شده نبودن، حتی منتقدین سیاسی، کسایی که به لحاظ سیاسی با سازمان مجاهدین یک پروسه یک دورانی با همدیگه بودن، که میتونم به آقای بنی‌صدر اشاره بکنم که آقای بنی‌صدر در سال 1362 سازمان مجاهدین اعتراض داشت چرا نامه برای آقای خمینی نوشته آقای بنی‌صدر، این به اصطلاح منشور ما رو زیر پا گذاشته و آقای بنی‌صدر رو وقتی که از سازمان مجاهدین جدا شد یک کتاب تقریبا نزدیک 225 صفحه‌ای بر علیهش نوشتم، اون چه تهمت ها بود به ایشان زدم، در صورت که پناهندگی خود مسعود رجوی تمام مدیون آقای بنی‌صدر، چون که آقای بنی‌صدر اون موقع به لحاظ رئیس جمهور فرد سیاسی که به رسمیت شناخته شده بود اجازه فرود بهشون دادن، در لکت مسعود رجوی نمیشنا. بعد مسعود رجوی ادعا میکرد که نخه، ما باعث شدیم که آقای بنی‌صدر اینجا پناهندگیشه، بخواد بهش پناهندگی بدن، دیگه چقدر به خودشون متوهم هستن. در طول آقای بنی‌صدر سالیان بود قبلش هم در اینجا زندگی میکرد، اینجا خونه داشتش، اینجا درس خونده بود و به عنوان رئیس جمهور وارد اینجا شدش که استفاده داده بود. شما را کی میشناخت آقای مسعود رجوی که چنین ادعایی را داشتید؟ آقا اگر نامه نگاری بعده که اینها این ایراد رو به آقای بنی‌صدر گرفته بودن، پس چرا سازمان مجاهدین خودشون این همه نامه نگاری کردن؟ آقای سربی اگر بشه لطف کنید اون عکسای از شماره 1 تا 4 رو نشون بدید. سازمان مجاهدین ادعا داشت هیچ موقع ما به آقای خمینی امام نگفتیم، اینم سندش که صفحه روزنامه مجاهدشون مزین شده به عکس آقای خمینی و بهش امام دارن میگن. سازمان مجاهدین بودن که آقای خمینی رو به عنوان امام، به عنوان برای کاندیداتوری ریاست جمهوری معرفی میکردن. این از نامه هایی بود که سال 58 مینوشتن برای آقای خمینی و دیگر سرانشون که حالا با اونها زیاد چیز نداریم. و بعد آخری که برگشتش مسعود رجوی نوشت، آخرین نامش، من تاریخ شرحان بهتون میگم که بود نوشتش، آخرین نامه که برای مجلس خبرگان آقای مسعود رجوی فرستاد تحت عنوان انداز پیشنهاد به مجلس خبرگان در تاریخ 20 تیر 1388 که تمامی سایت های مجاهد هم انتشار دادن. جالب اینه که در همون زمانی که سازمان مجاهدین امام میکرد، روزنامه کیهان مهماه سال 1358 اون نامه هایی که مجاهدین برای آقای خمینی می‌نوشتن همه رو انعکاس داد. صفحه سوم تاریخ 17 مه صفحه سومش اونها هستش، اگر کسی اون بایگانی رو داشت میتونه ببینه. خب آقا قسم حضرت عباس شما رو قبول کنیم یا دوم خروس رو؟ از این ور به دیگران تهمت و مارک میزنن یا بهش میخوان بکنن شخصیتش رو بهش صدمه بزنن که بگن اینا نامه نوشتن، از این ور خودشون دارن این کار رو انجام میدن، یا دیگر شورایی هایی که جدا شدن به خصوص زنده یاد دکتر قاسم لورو، فقط به جرم این که میخواستن، آقا میگفتن خب با شما هم پیمان هستیم اما به لحاظ سیاسی ما مستقل، ما میخواییم اگر بشه حق و حقوق مردم از طریق مذاکرات بگیریم، چرا که نه، چون که همیشه با سلاح نمیشه چیز کرد، حق و حقوق داره. چیزی که الان آقای اوباما هم دو آخرین سخنرانیش میگم آقا اون چیزی که دیپلماسی داره پیش میره سلاح اینقدر برد نداشت، ما الان داریم با دیپلماسی با ایران به مسئله که سالیان سال بود لاین حل بود داریم میرسیم، چون که زور باشه دعوا باشه ده تا بخورن یکی میتونن بزنن، در صورتی که بلاد سیاسی با هم به تمام میستن مسئله حل میشه. خب حزب دموکرات به همین خاطر با همین مارک و تهمت چیز کردن که حزب دموکرات از شورا کشید کنار.
آقایان علی اصغر حاصل جوادی و همینطور، آقای حسن ماسلی همینطور، خان بابا تهرانی همینطور، خانم متین دفتری و آقای متین دفتری از نبه های دکتر مصدق همینطور. بعد میاد به اینا رو مارک مزدور جمهوری اسلامی میزنه. و جدیدنم که آقای محمد رضا روحانی و دکتر کریم قسیم بودند. خب دیگه این دو بزرگوار که این آخرها ازشون جدا شدن، همه مصاحبهاشون و صحبتهاشون رو در رادیو بی بی سی، تلویزیون بی بی سی میدن که به چه شکلی از سازمان مجاهدین داشتن دفاع میکردن، که رگ آقای کریم قسیم موقع بحث کردن با آقای پانی زده بود دور آقای پانی، میگه اون مقدار آروم باش باش با هم داریم صحبتی، که الان شدن مزدور جمهوری اسلامی. خب واضحه وقتی که سازمان مجاهدین هر کی بخواد باهاشون نباشه، میان بهش این تهمت و مارکا رو میزنن و سریع هم وصله جمهوری اسلامی بهش میزنن. چرا سران سازمان مجاهدین تهدیدات بر علیه منتقدین و اعضاشون رو تا اونجا که میدونن بیشتر و شدیدتر میکنن؟ از هیچ ترفند و شگردی برای از بین بردن این اعضای معترض و منتقدینشون کوتاهی نمیکنن یا چشم نمیپوشونن. فرقه رجوی از این کارا چه هدفی داره دنبال میکنه؟ آن هم تو این مقطعی که میخوان لیبرتی رو ببندن. از طرفی هم آلبانی نزدیک 200 نفر وجود داره. خب من به یک سری از موارد اشاره میکنم که سعی میکنم همونطور چیزی که بوده رو بخونم که زیاد و هر جرم نیاز بود که حتما توضیح میدم. نمونه اول مربوط به آقای رضا صادقی هستش. آقای رضا صادقی از بخش ستاد خارجه در کانادا زندگی میکرد و همراه خانومش که مقداری بیماری داشته و همراه پسرش. وقتی که خواهد از آمریکا بره به کانادا، آقای رضا صادقی قبل از که بخواهد بره اونجا، پسرش از کانادا فرستاد به ایران. خودش رفت مدتی در آمریکا بود و از اونجا هم از آمریکا هم رفت عراق که نزدیک 20 سال بود که خب بچهش فرستاده بود، رفته بود و تو سازمان بود، هیچ مشکلی هم نبود. اون وقتی که همین آقای رضا صادقی که از مسئولین روابط خارجه و از مسئولین سفارش شده سازمان هم بود، چون که تمامی برای این نفرات روابط خارجه هر کجا که باشن تمامی این نشریات و روزنامه های معروف انگلیسی میرفت که بینا بخونن و بروز باشن که در برنامه و ملاقات هایی که دارن بروز باشن بتونن صحبت کنن. خب برای آقای صادقی هم همه اینو میرسید. اما وقتی که تصمیم گرفت سال 2003 از تشکیلات سازمان مجاهدین جدا بشه، توسط پرویز کریمیان با اسم مستعار جهانگیر که از فرماندهان ارشد سازمان مجاهدین است، به شدت مورد ضرب شد قرار گرفت که انگشت دستش شکست، که با همون وضع دست شکسته این اومد به کمپ تیف آمریکایی ها که اونجا تمامی این سند و مدارکش وجود داره که آقای صادقی بر اثر ضرب شد دستش شکسته در آن در کمپ. وقتی که کمپ تخلیه شد، آقای صادقی رفت دانمارک پناهنده شد. وقتی که سازمان متوجه شد آقای صادقی الان در دانمارک، رفت سراغ خانم سابق آقای صادقی در کانادا، براش وکیل گرفت، تحریکش کرد که بر علیه آقای صادقی به جرم دزدیدن بچه شکایت کنه. و پلیس اینترپول اقدام کردن و آقای صادقی از دانمارک بردن به آلمان که دادگاهیش کردن، بردن به مزن کانادا که آقای صادقی رو در اونجا دادگاهیش کردن. خب چرا زمانی که سوال اینجا، چرا زمانی که آقای صادقی در تشکیلات بود هیچ وقت این تهمت و مارک رو بهش نزدن که تو بچه دزدیدی؟ چرا هیچ موقع کسی اعتراض بهش نکرد؟ اما به محضی که آمد و تازه شروع کرد بر علیه سازمان مجاهدین فعالیت کردن، این پروندهش آمد رو و سباقت گرفتن وکیل و این چیزو برای خانومی که بیماری ذهنی هم داره وکیل گرم از طریق وکیل آقا رو بردن کانادا و دادگاهیش کردن. مورد دوم مربوط به دوستمون حسن هستش که از جنوب آلمان، که این عکس شماره 5 اگه بشه آقای لطفی آقای استاد شما لطف کنید نشون بدید، که دوستمون حسن، من مقام نوشته میخونم که برای سایت نیم نگاه فرستاد، نوشته 23 آوریل 2014
سلام، تقاضا دارم این نامه رو در سایت نیمنگاه انتشاری و تا همه مردم متوجه ماهیت واقعی و ضد ایرانی گروه رجوی بشوند. من در جنوب آلمان زندگی میکنم. سال 1986 به همراه همسر و فرزندم به این کشور آمدم. من یک آدم سیاسی نیستم و اصلا جزء هیچ گروهی نبودم. وقتی دکترها در ایران تشخیص دادند که بچه من معلول به دنیا می آید، تصمیم گرفتم برای درمان به خارج بروم و زندگی آرامی در آلمان داشتم، تا اینکه در سال 1982 با دو نفر ایرانی دوست شدم و تا متوجه شدم عضو سازمان مجاهدین خلق هستند. از من خواستم به خاطر قدرت کلامی که من دارم با آنها به کمپ پناهندگان ایرانی بروم و ضمن سخنرانی ایرانیان در کمپ رو تشویق به همکاری و عضو شدن در این سازمان بکنم. مدتی بعد وقتی پی به ماهیت واقعی و فرصت طلبانه مجاهدین بردم با آنها قطع رابطه کردم، چون اصلا آدم سیاسی نبودم. اما یک هفته بعد از قطع رابطه با آنها یک روز ساعت 5 صبح در خانه ما را زدند و همسرم به خاطر اینکه فکر میکرد نامه اکسپرس از ایران داریم در را باز کرد. دو نفر مرد یک و یک زن بودند. با نشان دادن فلزی که روی آن در شده بود BND به ما گفتند ما از طریق پلیس مخفی آلمان هستیم و شما متهم به جاسوسی برای ایران هستید. من هاجواج مانده بودم. دختر بزرگم پرسید شما به چه عنوان پدر مرا متهم میکنید؟ که آنها گفتن ما شاهد داریم ضمن بازرسی خانه که منجر به بیهوش شدن همسرم از دست شد که دکتر اضطراری آمد و او را به بیمارستان برد و دختر کوچکم که معلول جسمی و ذهنی از جیغ میکشید و شلوارش را از دست چند تا نقطه گذاشته کرد. من را به اداره پلیس بردن. 4 ساعت بازجویی من طول کشید. بعد از 1.5 روز اعتصاب قضا اجازه دادن که من بروم و وکیل بگیرم. در حین بازجویی متوجه شدم گروه مجاهدین گزارش دروغ جاسوسی بودن من را به سازمان امنیت آلمان داده است، چون دیگر حاضر نبودم با آنها همکاری کنم. خلاصه چند ماه این پرونده طول کشید و بزرگترین مقام عالی آلمان در شهر کارلسرهه ضمن معذرت‌خواهی از من مرا بیگناه شناخت. این پرونده در بایگانی دادگستری شهر کارلسرهه است. حتی اگر من ثابت نمی‌کردم که اتهام آنها یعنی مجاهدین واهی و نادرست، امکان داشت به 15 سال زندان محکوم شوم. اما اون دو نفر عضو مجاهدین به دلیل دادن گزارش تحریب سازمان امنیت آلمان 10,000 یورو جریمه شدند و به شهر دیگری منتقل گشتند. من اسم هر دو عضو مجاهدین را می دانم، ولی هر کاری کردم نتوانستم شکایت کنم، چون از کینه‌ورزی و انتقام خوشم نمی آید. اعضای این گروه رجوی اینطوری ضربه به مردم ایران و ایرانیان خارج از کشور می زنن. هر موقع آن اتفاق یادم می افتد بدنم به لرزه در می آید و چشمانم پر از اشک می شود و تأثیر بعد آن اتفاق هنوز در همسرم مرموز است. من از این سازمان گروه مجاهدین ضد ایرانی متنفرم. ببخشید که وقتتان را گرفتم. پایان نوشته آقای حسن از جنوب آلمان که عکسش هم دیدن هم بدن. این یک مورد از جنایت هایی که سازمان مجاهدین در حق یک هموطنی که سیاسی هم نبوده بهشونی مدد کمک میکرد. مورد بعدی در رابطه با عمل کرده که سازمان در تو خانم زهرا معینی داشتن. خب خانم زهرا معینی در یک دیالوگی که با خانم کهرات طهماسبی هاجر که در سال 2003 مسئول آلمان بود، بر سر این که به مادر او گفته بود که مادرش برای دیدار به وی برای دیدار خانم معینی از ایران به آلمان نیاد و اگر آمد نباید به پایگاه سازمان بیاد، باید اونو به بیت هتل اعتراض میکنه. میگه خانم زهرا معینی داشت تعریف کرد، میگه 2 هفته قبل بود که مادر بهشتی شاد بود. بهشتی شاد بود اون موقع مسئول اول سازمان، بعدن شد مسئول اول سازمان مجاهدین، از فرماندهان مرسوم ارشد سازمان بود که بعدا شد مسئول اول سازمان مجاهدین. میگه 2 هفته قبل بود که مادر بهشتی شادروت در آلمان بود و بهترین شکل از پذیرایی میکردن.
وقتی سوال میکنن چرا، میگویند مادر تو اطلاعات فرستاده بیاد اینجا، یعنی مادر خانم موهنی که اومده آلمان وزارت اطلاعات فرستاده بیاد و سازمان مدرک دارد که وی با همکاری وزارت اطلاعات برای دیدن تو آمده است. وقتی میگوید که پدر من اعدام، میگوید که من پدر من اعدامی بوده، یعنی چی با وزارت اطلاعات همکاری میکرده؟ سازمان برمیگرده جواب میده دقیقا به همین دلیل که اعدام نشده، چون که اعدام نشده پدر با وزارت اطلاعات همکاری کرده. پس به این نتیجه اینجا میرسیم، تو پرانتز دادم که هر کی تو زندان جمهوری اسلامی باشه اعدام نشه، پس با در این صورت طبق گفته سازمان مجاهدین با وزارت اطلاعات همکاری کرده. پس این همه نفراتی که در طی این سالیان شست به این و دستگیر شدن آزاد شدن، دستگیر شدن آزاد شدن، همشون پس با وزارت اطلاعات دارن همکاری میکنن طبق گفته سازمان. بعد که مادرش میاد و اینو باعث میشه که ادامه میده که خب، بعد باعث میشه که خانم معینی رو و مادرش رو که به این مسئله اعتراض کنن، سازمان از پایگاه بیرونشون میکنه. یعنی شب خیابون بودن، تا دو تا زن که نه زبان بلدن نه چیزی میرن تو خیابون بودن. که این دیگه بعد از مدتی که خونه یکی از این دوستانش میمونن و اینا، مادرش برمیگرده میره ایران، که بعد دیگه حالا ادامه داستانه که برای که بر سر خانم معینی آوردن. بعدن که خانم معینی ازدواج میکنه و خانواده تشکیل میده، اینها برای مادرش هرچی دعوت نامه میفرستادن جواب نمیدادن، دولت آلمان جواب نمیداده. یعنی از سال 1394 تا 2004 دیگه این همه جا نامه‌نگاری، یعنی در هر کجا که فکر کنید توی آلمان بوده نامه‌نگاری کرده. حتی برای صدر اعظم آلمان خانم معینی در این رابطه نامه‌نگاری کرده که چرا برای پدر مادر این که درجه یک هستن دعوت نامه نمیاد. یکی از فامیلاشون شو اقدام میکنه از طریق فرانسه برای مادرش دعوت نامه میفرسته، که مادر میبینن مادرش خوب خیلی راحت فرانسه دعوت نامه داد، پذیرفت تا این مادر خانم معینی میتونه میاد و این چیزا. اما بر اثر پیگیری‌های خیلی زیادی که خانم معینی میکنه، در سال 2004 بهش برمیگردن جواب میدن که پرونده سال 1394 شما به رو اومده، روی میز اومده الان. و در سال 1394 سازمان مجاهدین اسم پدر، یعنی میگن اون گروهی که تو درش بودی، اون گروه اسم پدر و مادر تو به اسم به عنوان تروریست‌های خطرناک به دولت آلمان داده بود، لذا این افراد در لیست سیاه قرار داشت اسمشون. بعد از اینکه این قضیه روشن شد، اول پلیس به مادرش دعوت نامه دیگه اجازه داد که بیاد، سال بعد به پدرش هم اجازه داد که میتونست بیاد ببینه. و به خود خانم معینی هم این تهمت زده بود به خاطر که مسئله مالی کار میکرد و این چیزا، از سازمان پول دزدیده. تهمت دوز به ایست داده بودن که پولای سازمان دوز دیده. مورد بعدی در که در سال 1373، اسم این خانم نمیارم چون به دلالی که نخواسته اشاره نمی کنم به اسمش. در سال 1373 در نروژ یکی از خانوم ها از مریم رجوی در رابطه با مسئله حجاب پرسید. یعنی نشستی بوده که مسئولین سازمان بودن در نروژ، که سال 1973 خانوم مریم رجوی رفته بود اونجا برای بازدید و گردش در نروژ. در اون نشستی که مسئولین ستادی بودن، یکی از این خانوم ها ازش میپرسه، میگه ما در اروپا داریم زندگی میکنیم، ما نفرات تشکیلات هستیم، به این پوشش عادت کردیم، اما این بچه ها در اروپا بزرگ شدن و یا خانوم های اینجا بزرگ شده اروپا هستن، ما هم هوادار ما هستن، آنها پوش شما رو نمیپذیرن، فردای ایران با این مشکل چه کار میخواهیم بکنیم؟ و مریم رجایی اونجا که انتظار چنین سوالی نداشته، مانند برق گرفته ها میشه، بعد از مدتی جواب میده که
در ایران فردا همه باید حجاب ما را داشته باشند. هر کی بخواد رعایت نکند، اول با کار توضیح، برای او کار توضیحی میکنیم، توضیح میدهیم. اگر خودش را تحسین نکرد، عکس او را در روزنامه ها چاپ میکنیم و انتقادمان را هم به وی میکنیم. خب خانم مریم رجوی، آیا این اون حقوق بشر شماست که میخواین چیز کنید؟ بعد سوال من از خانم مریم رجوی اینه، خانم مریم رجوی، این خانومی که این سوال از شما کرد بعد از اون داستان نروژ قبل که شما اومدید اونجا بود، چه پاپوشی براش درست کردید برای این خانم که اون مجبور شد تو مجبور چی شد پلیس دستگیرش کرد؟ میشه لطفا اینو توضیح بدید که چه پاپوش برای این خانم درست کردید؟ موضوع بعدی مربوط به یکی از هموطنانمونه که یک ایمیل کوتاه، یک کامنت کوتاه، خیلی کوتاه برام فرستاده که این خانم با چیز خانمی هست به اسم زهرای، خانم جوانیه، این دردها تمامی ندارد. زن جوانی را میشناسم به نام زهرا، با دخترش آنا مانده. شوهرش در عملیات آفتاب برای رویاهای آقا و خانم رجوی کشته شدن. مادر آنا در 19 سالگی بیوه شد. وقتی زهرا با دخترش آنا به خط سازمان نیامدن، سازمان بلایی بر سرشان آورد که زبان از گفتنش قاصر است. آنها را در ترکیه ول کرد و اینها را باید به کی گفت؟ من یک گپ دوستانه بودیم که این خانم این پیام برای من فرستاد که در امیرات آفتاب که بود در سال 1366، یعنی این اتفاقی که گفته مال اون موقع، این خانم تو محفل گپ دوستانه داشت برای من می نوشت. یکی از دوستانمون فکر کنم سایت نیم نگاه بود یا یکی از دوستان دیگه بودش که باز از مواردی که در تو مسئله حقوق بشر به سازمان برمیگشت نکاتی نوشته بود، اشاره کرده بود که من چون گردم فراموش کردم اسم سایتشون چیز نکردم، اما طبق همون نوشته خودش من همون نوشته رو میخونم. شما رو همزمان میتونید لطف کنید آقای سوربید عکس شماره 6 که مربوط به کاوه است رو نشون بدید. چند ماه قبل کاوه یزدانی، یکی از همین قربانیان که به تصور گرفتن پناهندگی فریب سرپولهای فرقه رجوی رو خورده و به فعالیت برای مجاهدین مشغول شده بود، بعد از 10 سال سرگردانی به دلیل عدم رسیدگی حقوقی دست به خودسوزی زد. کاوه یزدانی بر اثر تبلیغات سوء مجاهدین که گوی فعالیت برای مجاهدین زمینه پناهندگی را مهیا می کند به مجاهدین پیوست و همین مسئله پرونده او را به شدت تحت تاثیر قرار داد و در لیست سیاه قرار گرفت. اینم از یکی از دستگل های خانم مریم رجوی. مورد دیگر رو بخوام با تو همین رابطه است که بخوام بگم که شما هم لطف کنید اون عکس شماره 7 که مربوط به خانم شیرین و رادفین هست رو نشون بدید. مورد دیگر که باز همین دوستمون چیز کرده، من همون نوشته خودشون میخونم، میگه یکی دیگر از هموطنان در همین اشتباه بزرگ حقوقی امنیتی گرفتار و از مردم تقاضای کمک کرده است. وی شیرین مرادی نام دارد که به همراه همسر و فرزند خردسالش مدتی پیش به هوس سرعت گرفتن مراحل قانونی پناهندگی به دام مجاهدین گرفتار شد. اینک بعد از مدت ها طولانی در انتظار ماندن و عافیت برای فرقه تروریستی مجاهدین دچار مشکل شده و دولت نروژ قصد دیپورت او را دارد. جای تأسف اینجاست که هموطنان عزیزم آگاهی کافی از مسائل حقوقی بعد از 11 سپتامبر را ندارند. به تصور اینکه همون قوانین 20 سال قبل در اروپا حاکفرماست به دام گروه های تروریستی افتاده و پرونده حقوقی خود را خراب میکنند. خب من در اینجا یک توضیح بخوام بیشتر اشاره بکنم، اینو توضیح بدم با یک سری مواردی که تو این برارم اسم خودم با شاهد هستیم. باید هموطنان عزیزمون که در اروپا، چه در آمریکا، کانادا، در هر کجا که میخوان پناهنده بشن، باید به این نکته توجه کنن.
قوانین پناهندگی عوض شده. اون چیزی که در 10 سال پیش بود الان نیستش، 12 سال پیش بود الان نیستش. هوشیار باشن گروه های سیاسی که میان بهشون مراجعه میکنن، میگن که شما اگر بیاید تو گروه ما کسیتون سیاسی میشه ما براتون میتونیم کاری بکنیم، تماما دروغ هست. به خصوص تو این رابطه تاتان مجاهدین خیلی از این کلک ها میزنه. هموطنان عزیز، در هر کجا که هستید، اقوامتون، آشنایان، دوستانتون که در برای پناهندگی به هر کشوری رفتن یا در اونجا میبینشون، بهشون این هشدار رو بگین که در دام سازمان مجاهدین نیفتن. چون که هر کی به دام سازمان مجاهدین افتاده، ایرانی شده، افغانیش باشه، در همین پاریس موارد افغانیش بوده، موارد ایرانیش بوده، کسایی که به دام سازمان مجاهدین رفتن و در کیسشون از مجاهدین نام بردن، پروندهشون بلوکه شده و بدترین شکل همه چیزشون هم قطع شده. لطفاً هوشیار باشید و گول این افراد رو نخورید. خب تو رابطه بخوام اشاره هم بکنم، سران فرقه رجوی در سال 1380 نزدیک 200 نفر رو از پاکستان و ترکیه و کشورهای عربی فریب دادم تحت عنوان کاریابی، نه حقوق بشر و برای پناهنده، تحت عنوان کاریابی که شما اگر بخواید کار هستش و این چیزا، اینها رو تونستن کشیدن به عراق. حتی کسایی بودن که تو این بستن پاکستانی بودن، اینها رو کشیدنشون به عراق که بعد اومدن اونجا، بعد با مغوله دیگه مواجهن با سازمان مجاهدین بود و شاهدین ها که حالا خوشبختانه اینا شانس آوردن و خورد به سقوط صدام حسین که بعد از سقوط صدام حسین دیگه اینا به هیچ وجوهی نمیستن تو تشکیلات، که اونا همهشون اومدن کم و اونهایی که مراد دولت پاکستان میشد، دولت پاکستان اومد اتباشو برد، یعنی کشورهایی که خارجی که مثل اینا بودن، گولشون زده بود سازمان دولت مطبوعشان اومد برد که برگشتن رفتن دنبال زندگیشون. سرپولهای مجاهدین اینجا نقاب دیگه به چهره میزنن، حواستون باشه، ممکنه نقاب انسان دوستانه بخوام بزنن که بگم ما براتون میخوایم کار پیدا کنیم، ما براتون کمک کنیم، مسئله پناهندگیتون حل بشه، ما بتونیم براتون، 1001 بهانه میارن یا دعوتتون میکنن برای برنامه هاش، میگن با شما فقط بیاین یک برنامه شرکت کنید، شما بیاین تو مهمون ما هستید یک غذا بخورید، شما بیاین فقط در یک تظاهرات شرکت کنید. اینها چیز هست که فریبتون میدن و این وظیفه هر ایرانی و میهن پرسته که هموطنانش در هر کجای اروپا و آمریکا که میبینن برای پناهندگی آمدن، بهشون هشدار بده که در دام سازمان مجاهدین نیفتن. مورد بعدی در رابطه با خودم بود که در سال 2008 که به پاریس اومدم. خب سازمان مجاهدین یکی از عواملش رو فرستاد سراغم، پیام آورده و گفتش که خب شما خیلی خوب اومدید، خوش اومدید، اومدید فرانسه، اومدید پاریس، و سازمان گفته بیا با خودمون کار کن، هرچی بخوای بهت میدیم، خونه برات میگیریم، پول میدیم، وکیل میگیریم، مسائل قانونی حل و فصل میشه، اینجا از همه بابت خودمون هستیم، ساپورت میکنیم. منم بهشون جواب دادم، گفتم اگر من میخواستم خودم بفروشم، همون موقع که تو عراق بودم خودم بهتون میفروختم، نه اینجا. یا اگر خودم میخواستم بفروشم، همون موقع تو کم بود خودم بهتون میفروختم، نه اینجا. خب بعد این نفر رفت و پیام به سران سازمان رسونده بود، به مسئولی که ما فرستاد آمده سراغ من. چند روز بعد مجدد دیدم که باید اومد، گفتش که با سازمان میگه باشه، اگر نمیخوای با ما هم کار کنی، نه با ما باش نه با اون طرف، خودم اون طرف منظورش اینجوری گفت، با ما اینو بهش بگو، گفته نه با ما باش نه با اون طرف، بی طرف باش، برو دنبال زندگی، ما بهت خونه میدیم اینجا، بهت کمک میکنیم، ماشین تحل میکنیم، کمک میکنیم، مسئله پناهندگی تحل میشه، حقوق هم بهت میدیم و این چیزا، برو بی طرف باش. که باز ما برگشتم همون جواب بهش دادم، گفتم من اگر میخواستم خودم بفروشم، قبلا خودم به شما فروخت دادم، نه در پاریس که اومدم میتونم رو پا باشم. خب بار سوم که برگشت اومد، گفتش که این سازمان گفته که اگر بخوای یک کلام حرف بزنی،
کاری بهت میکنیم که اینجا آواره بشی، بهت هیچی تعلق نگیره، در به در باشی. گفتم باشه، شما هر کاری میتونین برین انجام بدین، مطمئن باش که من پشیمانم. چون که من بهش گفتم، گفتم من زندان شاه رو گذروندم، زندان جمهوری اسلامی گذروندم، زندان عثمان گذروندم، 4 سال کمپ تیف گذروندم که 2 سالش سازمان بلایی به سرم آورده و توسط آمریکایی که بدتر از گوانتانامو شد، خودمون اونا رو سر گذروندیم، خم نشدیم. پس تو پاریس هم میتونیم سر پای خودمون باشیم و خم نشیم. آقای سوربی، هموطنان عزیز، بلایی به سرم آوردم. نزدیک 4 سال من توی پاریس که بودم، 1 سنت حقوق پناهندگی بهم تعلق نگرفت، هیچ چیزی از امکانات پناهندگی بهم تعلق نگرفت، نه بیمه درمانی داشتم، نه کارت تردد داشتم، هیچ تعلق. یعنی اگر در عرض این 4 سال یکی میزد منو تو خیابان میکشت، من جایی ثبت نشده بودم، کسی نمیدونه از دولت فرانسه در این رابطه پیگیری بکنه. و مسعود رجوی همون زمانی که زنده بود دست میزد کمرش، میگفتش که سال 2000 میگفت بله جدا شده هامون رفتن تو پاریس، دارن گدایی میکنن و تو گداخانه ها میخوابن. و ما هم بهشون برگشتیم پیام دادیم، گفتم بله من اگر میرم تو پارک میخوام، تو خیابون میخوام، تو میرم تو این به قول شما تو گداخونه های اینجا غذا میخورم، آقای خودم سرم بالاست، اما سرم در مقابل شما خم نمی کنم. 4 سال، نزدیک 4 سال و چند ماه چنین چیزی برمونه گذشت، کاری کردن که هیچ وکیلم نمیتونست کاری بکنه. چون من رفتم تو راقا وکیل، یکی سیده که پول کلان میخوادم، بعد یکی وکیلی که فرانسوی بود، وضعیت رو براش با یکی از این دوستان در یکی از همین برنامه توضیح دادم، گفت شرایطی که تو داری هیچ وکیلی نمیتونه هیچ کاری برات انجام بده، چون تو نقطه تو رو قرار دادن که نبهت میگن آره نمیگن نه، هیچ چیزی نداره که طبق قانون تو بخوای بری بهش استناد کنید، بخوای به چیزی تعلق بگیری، بعد همینطور وایستا ببینید که این تلف شکسته بشه. اما من 4 سال وایستادم و این کار انجام شد. خب در این 4 سال کم سازمان مجاهدین از من پذیرایی نکرد. آقای لطفی، لطفی عکس‌های 8 و 9 و 10 که مربوطه من رو لطفا نشون بدید به هموطنان. این عکس ها مربوط به سال 2009 که در همینجا در فرانسه توسط فرماندهان و مسئولین ارشد سازمان مجاهدین مورد ضرب شد قرار گرفتن. تا حالا 3-4 بار مورد ضرب شد قرار گرفتم، بیش از 100 ایمیل تهدیدآمیز تا الان برام فرستادن، چند بارها در خیابان جلوم چند نفره گرفتن تهدید کردن که یک بار خواستم به پلیس معرفیشون بکنم در رفتن از دستم. تو پیامایی که برامون دارن میان، حکم اعدامی که مسعود رجوی چیز کرده و اون دارن اعلام میکنن، گوشزد میکنن. آقای مسعود رجوی در سال 1374 در نشست‌های معروف طعمه، اون زمانی که در قید بود، قید حیات بودم، با چند بار بعد از اونم اینو در جنبندی یا سخنرانی اصلیش تکرار میکرد که من دقیقا حکم مسعود رجوی که تقریبا 99% مطمئنم همینه هستش رو از روش میخونم، که در نشستوی سال 1774 برگشت این طور گفت: اما در رابطه با جدا شده از سازمان، اگر پیروز شدیم که این بریده ها و متقید خودمون که آن زمان تصمیم میگیریم که ببخشیم یا محاکمه شدن، و اما اگر شکست خوردیم، این فرمان به تمامی اعضای زمان که زنده میمانند صادر میشود، میروید در هر کشوری که این بریده های خائن هستن پیدا میکنید و به جزای خیانتشون میرسانید، پاسپورت و پول از من و تهیه سلاح با خودتان به هر شکلی که میخواهید عمل کنید، بعد هم بالای سر جنازه بیسید تا پلیس بیاید شما را دستگیر کند، و زندانهای اروپا هتل 4 ستاره است، برید ادامه مبارزاتان را آنجا باشید که شما رسالتان را به انجام رسانده اید.
این پیام مسعود رجوی بود که در سال 1374 نسبت به جدا شده ها و منفردینش صادر کرده و همین گفته رو چهار بار مسعود رجوی به بیخ گوشم گفته. نوار عید فطر سال 1074 اونجا داره به گوشم داره میگه مکرم گفتم میگه میخوای بری حسن، چون من اسم مختارم اونجا حسن بود، میخوای بری شرایطمون اینه، میخوای بفرم. برگرد به من گفت اگر میخوای بری میری 8 سال زندان ابو غریب میمونی. همین آقای مسعود رجوی تو عید فطر داره بیخ گوشم میگه فیلماش خود ساختمان متعدی بود بعد برداشت از روی تو. گفت اگر میخوای جدا بشی بری میری 8 سال 2 سال زندان خودمان میبینی، 8 سال میری تو ابو غریب، بعد از 8 سال به جرم ورود غیر قانونی باید محاکمه بشی. که وقتی گفتم بابا من که اومدم ساختمان رو گفت ساختمان چیه؟ ساختمان نیستی؟ کو سندت؟ کو مدرک؟ کو پاسپورته؟ گفت ساختمان حکمش معلومه، وقتی که باید محاکمه کنی ورود غیر قانونی حکمش اعدامه. گفت حالا میخوای بری بفهم. یک بارم باز با همراه آقای بهزاد علیشاهی در مقابل دفتر پناهندگی تو پاریس بودیم که چند تا از همین عوامل مسعود رجوی که جلومون رو گرفتن که برامون عربده میکشن و تهدید میکنن، تا آمدیم به پلیس دارم چیزشون بکنیم در رفتن، چون پلیس همون نزدیکا بودش و بارها این برنامه باش مواجه بودیم که اینها اینطور ما رو تهدید میکنن. خب سوالم از خانم مریم رجوی اینه که خانم مریم رجوی شما در برنامه 10 ماده‌ایتون که اعلام کردی در ماده سومش اونید که مخالف اعدام هستید و نسبت به آن متعهد هستید، از این بند دفاع میکنید، پس این تناقض رو چگونه جواب میدید که از سال 1374 تا به امروز توسط مسعود رجوی و شخص شما یعنی شخص مریم قدر عزادان ملقب به مریم رجوی حکم اعدام اعضای جدا شده را صادر میکردید که در تمام موضع گیری و بر علیه اعضای جدا شده هم وجود داره از اون سالها تا الان و تأکید و تأیید هم داره که این حکم باید اجرا بشه، که همونطور گفتم چند صد تا ایمیل و کامنت دارم که از طرف مسئولین و نفتیداد فرستاده شده که میگن که شما همه باید اعدام بشین، خب توی رابطه چی میخواید بگید؟ آیا این ربطی به حقوق بشر وجود داره یا نداره این حکم اعدام؟ شما که در ماده 3 ماده ماده‌ایتون داری اعلام میکنید مخالف اعدامی، پس اینو چی میگید؟ نکنه این جزء نقایص حقوق بشر یا اعدامایی که در قوانین حقوق بشر اومده قید نشده این نوع اعدام تو سازمان انقلابی را. البته مسعود رجوی همیشه میگفت تو سازمان انقلابی این وجود داره، از لنین و استالین و ماو و چگوارا و تمامی این انقلابیون 100 سال گذشته که مرده هستن هیچ کدام نیستن، از اونها فاکتور نمونه میگفت اینها را همه اعدام میکردن جدا شده هاشون مخالفین بریده هاشون، استنادش هم اینها بود. خب در ادامه این شویی که بر علیه جدا شده در اروپا رو اندازه کرده به جدیدترین موردش میخواستم اشاره بکنم که در این مورد در طور آقای بهزاد علیشاهی مهندسی شده. الان نزدیک 2 ساله که سازمان داره از طریق فردی به اسم امرالله ابراهیمی این مسئله رو پیش میبره در هلند، که بعدا تو در مقاله که من نوشتم، حالا تو اشاره میکنم تو یک مقاله که من نوشتم که در این رابطه خیلی از همبتران پرسیدن خب امرالله ابراهیمی کیه؟ امرالله ابراهیمی کسی بود که سال 70 از سازمان جدا شد، رفت رومادی، از رومادی اومد خارج و اول اومد به طرف جدا شده ها، فکر کرد که جدا شده ها که دارن افشاگری میکنن برای علیه سازمان جمهوری اسلامی داره بهشون یک چیزی میده، وقتی یه متقدم دید نه بابا چیزی خبری نیست، گذاشت رفت که سازمان که سازمان مجاهدین اساتی چربش میکرد، سیویلاش رو چرب میکرد بهش میداد، به همین خاطر از اون موقع دیگه رفت بر علیه جدا شده ها به شدت داره فعالیت میکنه که توسط اعضای خانوادهش که تعدادی با فک فامیلاش هستون یک شبکه اطلاعاتی درست کرده به نام گروه آزرخ و کارش هم اینه که فقط بر علیه ایرانیانی که با سازمان مخالفن فعالیت میکنن و به عمدم این آقای امراللهی میاد مسائلی که در هلند که یک سیکس رد ایرانی هایی که خلاف کردن هرچاری کردن اینا رو به عمدم با مسائل بچه های جدا شده در هم میپیچن قاطیشون میکنن که
نفرات نفهمن چی هن که این مسئله رو چیز میخوان. که تو آقای امرالله ابراهیمی تو رابطه 5 تا مقاله نوشته که به عیان داره خودش اعلام میکنه با که با پلیس و هلند و چند کشور اروپایی داره بر علیه جدا شده ها همکاری میکنه. و جالب اینه که این آقای ابراهیمی و کوره آذرخش هیچ سایت و وبلاگ رسمی ندارن. خب من سوالم از آقای امرالله ابراهیمی اگر اینه که اگر این تهمت هایی که آقای امرالله ابراهیمی به بهزاد علی شاهی نسبت داده 100,000مش اگر درست بود، چرا سازمان مجاهدین اولا در سایت‌های رسمی خودش انتشار نداد؟ در ثانی چرا سازمان مجاهدین وقتی که خبر اخراج آقای بهزاد علی شاهی رو در سایت ایران افشاگر و دو تا سایت دیگه انتشار داده بود در کمتر از 1 ساعت سریع اینا رو از سایت ها برداشت و حتی در صفحه فیسبوک شخصی عوامل خودش که این خبر اخراج آقای علی شاهی از هلند و انعکاس داده بودن رفت حتی از تو اونا رو پاک کرد، اما این خبر مال آقای بهزاد آقای امرالله که بهزاد داره چیز میکنه چرا تو سایت های رادمان اصلا انتشاری ازش نیستش؟ چرا اونا خبرشو نمیدن اگر راست میگن؟ دقیقی بیشتر سازمان مجاهدین باید به این بچسبه تا آقای علی شاهی آقای امرالله. خب من یک مقاله نوشتم در اونجا که تحت عنوان این بود که چون که این تمام نوشته هاش یا در ایران گلوبال انتشار میده آقای امرالله یا در پژاک که همون دیگه تو پژاک هم قطع کرده رفته توی یکی از سایت‌های فرعی دیگه سازمان، که من یک مقاله نوشتم در 24 اردیبهشت ما با عنوان اینکه وقتی که سایت ایران گلوبال برای 1,000,000 دلار آغشته به خون اعضای جدا شده معترضین از سازمان مجاهدین حق رو قربانی میکنه. از تاریخ 24 اردیبهشت به این ور دیگه این آقای مبارز ازش خبری نیستش، عرض خودش میدونه چرا نیست، اما ما حداقل حرفمونو به سایت ایران گلبال آقای توکلی گفتیم. البته والا من فرق نمیکرد هر کدام از دوستان دیگرمونم بود ما ازشون باید میسادیم حرفمون زدیم دفاعشون دفاع میکردیم ازشون و دروغایی که بهشون اومده که بهشون زده بودن و دستشون دفاع میکردیم. اینطور نبود که بخوایم بگیم نه چنین چیزی نبوده. خب دقیقا این مسئول سازمان آقای که همین آقای امرالله باشه حساب شده داره طرحهای سازمان مجاهدین پیش میبره داره بر علیهشون اینطور چیز میکنن که خود سازمان مجاهدین رسما تو هیچ کدوم از سایت های رسمی هم انتشارش نمیده. اما نمونه دیگه داشتیم در رابطه با خانم عاطفه اقباله. من این سایت مال سایتی که نامه خانم عاطفه اقبال و که سایت پژاک هست رو برای شما آقای سوربین فرستادم، اگه بشه این آدرس سایت برای دوستانم بذارید. من بعضی از قسمت های این نامه خانم عاطفه اقبال رو که با نام برای صد در دل تاریخ هست و من تو میخونمش که این نامه رو خانم عاطفه اقبال در ژوئن 2009 برابر خرداد 88 نوشته که خطاب به آقای محسن رضایی یکی از دبیران شورای دستساز مسعود رجوی و یکی از فرماندهان ارشد سازمان مجاهدین در پاریس هستش. این نامه در من مختصر از روی خود آن نامه میخونم بعد همتران هر که خواست میتونه به اون آدرس که الان آقای توربی شما اگر لطف شد نشون بدین میتونن اونجا مراجعه کنن خودشون ببیننش. این نامه در جوان سال 2009 برابر با خرداد 88 به محسن رضایی نوشته شده و درخواست میکنه که اینو حتما به دست خانم مریم رجوی برسان. که در این نامه که برای آقای محسن رضایی نوشته برمیگرده آقای محسن رضایی اینو خانم عاطفه اقبال و وحشتناک تهدیدش میکنه، میگه بلایی به سرت میاریم که برای دامی و دربدری هیچی دیگه باقی نمونه، یعنی میخوان بدنامی نصیب خانم عاطفه اقبال کنن، میگه کاری میکنیم که خانوادتن بر علیه تو باشن. خانم اقبال میگه خب باشه خواهش کنم بفرمایید نتیجه میبینیم. خب میگه حالا خانم اقبال تو این نامه میگه چی نوشته بوده. خانم اقبال اونطور که خودشون تو چیز اشاره کردن میگن در جوان 2009 یعنی قبل از این که این کشتار اشرف با خاطر
را بیفته در 2009 در این رابطه احساس نگرانی میکنه. از اطلاعیه که شورا داده بوده اون موقع که پلیس فراخوان داد، آخرین اطلاعیه شورا فراخوان بین‌المللی برای برگرداندن پلیس از اشرف و لغو محاصره ضد انسانی به تاریخ 9 ژوئن 2009 که در اونجا وقتی میگه من این خبر رو داشتم میخوندم شوکه شدم از چیزی که شما حرفی که زدید. این سازمان نوشته که از این رو دولت عراق راه جز مرگ یا زانو زدن در برابر فاشیسم مذهبی باقی نگذاشته و نشان دادن که هرگز در برابر دیکتاتوری سیاه دینی حاکم ما کوتاه نخواهیم آمد. که میگه من از این موضوع گیریتون شوکه شدم، میگه میخوام بچهای سازمان رو بکشتم برین، که توی رابطه مفصل توضیح دادن خانم عاطفه اقبال و که میگه خب ممکنه شما این نامه رو من در حالی دارم برای شما می‌نویسم که رابطه خیلی نزدیک و صمیمی با شما دارم، من به حضور بچه‌ها که در اونجا هستن خیلی نگران هستم، شما می‌خواید با حضور بچه‌ها یک سطحی از بدن اینا درست کنید در مقابل بنیادگرایی رژیم، که من فکر نمی‌کنم این نوشته شما درست باشه، ما میخواییم از وجود بچه اونجا دفاع بکنیم. بعد میاد از گذشته سازمان توضیح میده، میگه وقتی خب متوجه شده که توطئه تحویل مسعود تدارک دیده شده بود در فرانسه سال 63 منظورشه، میگه شما اون موقع نیومدین خب چیز کردین به اصطلاح مسعود از فرانسه به عراق انتقال دادین، یا ضربه سال 60-61 19 بهمن 60 میاد دباته اردیبهشت 61 میگه که سازمان دستور داد همه بچه ها از ایران مهاجرت کنن برن بیرون، چطوریه که کشور خودمون که مبارزه اصلی اون رقم زده الان خطر ترویج بنیادگرایی در اون بیشتر شده، بیشتر به عراق داریم اون چیز میکنیم اینو ترجیح میدیم. خب میگه این خطی که الان هست این که در حفظ نیرو نیستش، خب شما چرا دارید این کار میکنید؟ خب ما تمام فکر ذکرم فقط به خاطر بچه هاست که سازمان وحشتناک از اون موقع باش در افتاد، بهش تهمت زد، توهین کرد و به اصطلاح برادرشون که به اسم برادر نمیشه روی آقای محمد اقبال گذاشت که به وحشیانه تنی به شکل زننده ترین کلمات داره به این خانم اقبال توهین میکنه که تا حالا 5-6 تا مقاله توی رابطه نوشته و همینطور الان پسر برادرش یعنی پسر بزرگ آقای اقبال طاهر هم سازمان توی این رابطه داره به اسمش خرج میکنه و بر علیه خانم عاطفه اقبال بدیش کردن. چرا؟ چون که خانم عاطفه اقبال فقط به خاطر کار انسان دوستانه‌ای که آمده یک کمپین درست کرده برای نجات جان ساکنان لیبرتی، اونم نگفته فقط تنها خانواده خودم که اونجا هستن، برای تمامی بچه این داره دل میسوزونه و سازمان بر علیهش اینطور هیستریک داره حمله میکنه، نه تنها از طریق خانوادهش بلکه از طریق بقیه عوامل چماقدار و غیر شورایی غیر شورایی غیر مجاهدش و مارکسیستاش و و و و یعنی هر چی داره بر علیه این کمپین و شخص خانم عاطفه اقبال سازمانی الان را انداخته. نمونه بعدی مربوط به آقای حنیف حیدرنژاد یا آقای قهرمان حیدری میشه که این دو تا از برادراش تو لیبرتی هستن که احساس خطر کرده در رابطه با جون دو تا برادراش و نامه سرگشاده برای خانم مریم رجوی نوشته، تحت این عنوان خانم مریم رجوی مسئولیت سلامتی برادران خود را با رهبری سازمان مجاهدین میدانم. این یک خط فتیقش گفتن که سازمان مجاهدین الان یکی از برادراشون دو تا برادراشون کجاست، یکیشون به جون آقای حنیف نجاد انداخته با بدترین توهین ها تحت عنوان خرمگس معرکه داره بهش توهین میکنه، تهمت میزنه، جد از اون که خود سازمان کلی بر علیهش تهمت توهین زده که حتی یکی از عوامل سازمان در آلمان که یک ادعای دروغین بر علیه چیز کرده است که آقای حنیف نژاد گفت میره به پلیس شکایت میکنه، بلافاصله سازمان اینو از سایتاش حذف کرد. خب اینم باز مواردی بودش که سازمان داره از طریق این نیروهایی که داره اینطور بتیش میکنه بر علیهشون. خب چرا سازمان این اهدافش چی از این کار؟ چه هدفی رو داره پیگیری میکنه؟
که من به طور خلاصه سعی میکنم تو 3-4 پاراگراف این اهداف اصلی سازمان مجاهدین رو از این همه سرکوب هایی که بر علیه جدا شده ها داره در اروپا انجام میده تحت عنوان و علمی که در طب حقوق بشر را انداخته رو اینها رو میخوام یک جنبندی بکنم که بعد به قسمت دیگه بپردازیم. خب هدف اصلی سازمان مجاهدین اینه که الان تعداد 200 نفر در آلبانی هستن. خب سازمان الان از این 200 نفر نزدیک 100 نفرشون جدا شده هستن، الان رغمی که این که سازمان داره ماهانه به اینها $500، یعنی به این 100 نفر جدا شده به بولوش بیش از 90 نفرشون داره ماهانه $500 میده که بتونه اینها رو داشته باشه. ما بقی نمیگیرن، یعنی 5-6 نفر این پول اصلا نمیگیرن، از کمیساری 250 تاره میگیرن. اما سازمان داره این ماهی 500 تا رو بهشون تو جیبی به اینا میده که بخواد اینا رو نگه داره، به اینا رو چیز کنه، با وعده وعیدهای دروغ داره اینا رو نگه میداره، چیز میکنه که بمونن، و از این ور با دندشون دادن بهشون که اگر بخواید جدا بشید مثل اینها شما رو هدف قرار میدیم، بهتون تهمت میزنیم، این مشکلات قانونی براتون درست کنیم، و مواردش هم میاد به ماها اشاره میکنه. پس یکی از اهدافی که سازمان داره و این کارهایی که داره انجام میده، یکیش اینه که میخواد نفرات آلبانی رو بترسونه، که نفرات آلبانی حواسشون بشه جدا نشن و بر علیه سازمان صحبت نکنن، افشاگری نکنن. سازمان مجاهدین تمام ترس و وحشت از بچه ها جدا میشن، میان صحبت کنن، حرف بزنن، تا وقتی که حرف نزدن باشون هیچ کاری نداره، وقتی که دهن باز میکنن حرف زدن در واقع اون چیزهایی که نباید رو بشه داره رو میشه. خب سازمان مجاهدین از این وحشت داره، چون که اون گنده کاری هاشون داره رو میشه. و از طرف دیگر هم که یعنی هدف دومش که داره پیگیری میکنه از این به اصطلاح ضرب و شتم و اذیت کردن و این چیزا، داستان بس به خاطر مسئله لیبرتی، چون الان دولت عراق داره فشار میاره که بخواد لیبرتی رو ترک بکنن، داره از الان خط نشون میکشه برای اون نفراتی که اگه بخوان بیرون بیان، میگن اگر بخوان چیز کنین تهدیدشون کرده، اگر بخوان کسی باشه چپ بذاره بخواد کار دیگه بکنه بر علیهش، این کارا رو خواهیم کرد. تو تمامی نوشته های ما رو داره علیهمون چیز میکنه، داره بهشون نشون میده و به دروغ خیلی چیزا رو وارونه اونجا جواب میده، داره اینا رو به نوعی میترسونه. و یعنی دومین هدفش به خاطر جلوگیری از ریزش نیروهای لیبرتی هستش که در آینده نزدیک میخوان عراق رو هک بکنن، داره میترسونه و این شکل میخواد تا اونجا که میتونه این تشکیلاتش رو نگه داره. هدف سومش در اروپا هستش که میخواد با این عمل کرد اون مدار بسته هواداران خودش رو داشته باشه، همونطور که موارد دو مورد از این هواداران رو سه مورد خوندیم که یک موردش خودسودی کرد، دو مورد دیگه شو به این شکل داره اینا رو میترسون که آقا اگر بخوای الان با ما هستین بخوای برید سر را تو مشکل قانونی پیش میاریم، که این کارم میکنن، حتی در تو افغانیاش هم این کار کرده، یعنی نفری که استخدام کرده براشون ماهی 1000 تا بهش 1200 تا میدن که براشون داره کار میکنه، الان که دیگه نمیخواد، یعنی یک سری داروش هم میگه اگر بخوای بری کنار و بخوای کاره که ما بتونیم پول که دادیم این چیزایی که به جای چیز بخوای بکنی برات این مشکلات رو پیش میاریم. پس در اروپا هم برای یه هواداراشون و اعضاشون که اینجا هستن و همین برنامه رو داره تکرار میکنه و اینطور داره اینها هم تو یک محدودیتی قرار میده. و اما در اروپا خب سازمان مجاهدین به نوع دیگر هم خواست منتقدینشون رو با تهاجم وحشتناکی که با آقای کریم قسیم و روحانی کرده بود اونا رو چیز کنه که بقیه منتقدین حواسون باشن که به پرپای سازمان مجاهدین نپیچه، که پس لرزه هاشون که کسای دیگه دیدن که جرات نکنن بهشون بیان، خب تا حدودی هم براشون کارایی داشته، بعضی ها سکوت کردن و نتونستن حرف بزنن. و اما عملکرد سازمان مجاهدین با مقوله حقوق بشر در صحنه سیاسی، خب چرا سازمان مجاهدین الان داره این همه فیل هوا میکنه برای حقوق بشر؟ خب ما که نقض مواردش در اون یک ساعت نیم من دارم از موارد نقضشون دارم میگم. خب به این خاطر سازمان مجاهدین الان به مقوله حقوق بشر رو آورده یا مخواد به این موج سوار بشه، که قبلا که مذاکرات هسته‌ای ایران تو بلوکی بود و پیش نرفته بود، سازمان تو مسئله مذاکرات سلاح هسته‌ای رژیم داشت
سوار میشد که آقای جمهوری اسلامی داره چیز هسته‌ای درست میکنه، رو این موج سوار شد و با همکاری اسرائیل که این روزا بیشتر داره رو میشه این چوه داشتن پیش میبردن. الان که دیگه میبینن مذاکرات هسته‌ای به نقطه‌ای رسیده که دیگه این کارهایی که مجاهدین میکنن هیچ کجا این هناشون رنگی نداره، به خصوص این سه تا کنفرانس آخری که گذاشتن داشتن افشاگری میکردن، از اون ور مسئولین انرژی اتمی آمدن گفتن نه جمهوری اسلامی داره تمامی قوانین رعایت میکنه، تمامی تعهداتی که داره اجرا میکنه، از این ور بقیه دستاوردهایی که در این مذاکرات داشتن برای همه روشن شده. وقتی که اینها رو دیدم و این سه تا کنفرانس که گذاشتن که روزنامه‌های معروفی هم گفتن نه آقا چنین چیزی نیستش و انعکاس پیدا نکرد در جاهای دیگه، خب صدام مجاهدین الان دیگه این چیز هسته‌ای گذاشته کنار، از اون خلع سلا شده، الان اومده رو موج حقوق بشر سوار شده، میخواد تحت این عنوان فشار بیاره و اینو داره علم میکنه و الان دیگه خیلی از روزنامه‌های انگلیسی و آمریکا هم به این چیز اشاره کردن که خب آقا جان نقض حقوق بشر که تو داری میکنی اعلام میکنی کجا هستش. خب الان دهماته که خانم مریم رجوی فیلش هوا کرد که برباد رفته چون که هیچ کدومش خودشون اجرا نمیکنن. خب اینجا سر این مشکل که میخواد سوار بشه خیلی راحت میان تو کشورهای اروپایی سالون های کنفرانس جانبی که در کنار مجلس سنا یا مجلس ملی هست و عوامل و لابیه که دارن میرن خیلی راحت با پول گزاف میخرن و ادعا میکنن که ما رفتیم در مجلس فلان کشور، در مجلس ملی، در مجلس سنای فلان کشور کنفرانس دادیم، کنفرانس هم در رابطه با مسائل حقوق بشر و در این رابطه هم تعدادی مواجب بگیر یا بازنشسته شده های سیاسی از دور خارج شده که بیشترش هم آمریکایی هستن و تعدادی هم اروپایی، اینا رو استخدام کردن که اینها میان برایشون تو این کنفرانس ها اون چی که سازمان میخواد و برایشون توبت میکنن. یک اونی آقای میمونن در رابطه با مسائل هسته‌ای سخنرانی میکردن، الان میان در رابطه با مسائل حقوق بشری جدیدن دارن صحبت میکنن. خب در این برنامه ها که میان اینا ما بین 25,000 تا 45,000 دلار حقوقشون رو بهشون میدن برای همون مدتی که اونجا هستن، جدا از مسئله رفت و برگشت و هزینه و کادوهای خورد و خوراک و این چیزایی که دارن. خب از بدشانسی سازمان مجاهدین تو اروپا به خاطر که ایمان اروپا انتخاباتی که داشتش این چیزا، دوتا از شاهمهرها یا خرمهرهای سازمان مجاهدین مثلا از بین رفتن، یکیشون آقای استرام استیونسون از بریتانیا بودش که دیگه خود اینقدر وضعشون افتضاح شده بود که این آقا اصلا در انتخابات شرکت نکرد، که یکی از سخنگوی یا بلندگوهای رسمی سازمان مجاهدین بود که در هر کجا مرغ عزا و عروسی سازمان مجاهدین بود. و نفر دوم آقای آلخو ویدال کوباتراس از اسپانیا که یکی از معاونین پارلمان اروپا بودش، که این آقا هم باز به خاطر که دوباره بتونه پارلمان اروپا راه پیدا کنه رفت با راستای افراطی اسپانیا، یک حزب جدید خودش درست کرد که بتونه دوباره راست پیدا کنه که تو این انتخابات متاسفانه یا خوشبختانه بیش از 2% رأی نتونست بیاره. بعد از این ورم که تاریخچه حرکاتی که داشتش که بر علیه این که در فعالیتش در راستای منافع تروریستی بودش و اندازه پولهایی که گرفته بود که کشیده شد به مطبوعات و اینا، این افشاگیری که انجام شد خیلی به ضرر شد که تو این رابطه خیلی بر علیهش چیز شدش و این آقارم خوشبختانه نتونست دیگه راهی به اروپا به پارلمان بیاره که از کار برکنار شده. خب الان سازمان مجاهدین وقتی که دید این دوتا خرمهراش از دست داده، الان بسیج داده به عوامل و مزدوراش و لابیاش، بسیج شدن که تا حد سریعتر بتونن به شکار و فاسد کردن و عزگیری نفرات جدیدی برای جایگزین کردن این افرادی که در پارلمان اروپا داشتن و از دست دادن رو بتونن انجام بدن، که تا الان این حفره سیاسی که رو تو پارلمان اروپا رو داشتن نتونستن خوشبختانه پر کنن. یعنی اون سازمان مجاهدین قبلا از طریق این دو عوامل و یک سری هم عوامل آمریکایی بودن که بازنشسته‌های آمریکایی می آورد، که الان اروپاییاش فعلا از دست داده، آمریکاییاش فعلا نمیدونن در چه وضعی که شما باید بهتر بدونید.
خب سازمان مجاهدین این و تو تمامی این کنفرانس‌هاش به دارشوی که اجرا میکنه تمام تحت پوش نقد حقوق بشره که اونم با لابیایی هستند که اکثرا صهیونیست ها هستند. خب از که صهیونیست های جنایتکار که دارن در حق این فلسطینیان همه جنایت میکنن، زندان و شکنجه و میکشنشون، که از که تا حالا این لابیای صهیونیست مدافع حقوق بشر شدن؟ که سازمان مجاهدین با مهر سوخته های اونا تو اروپا و آمریکا میخواد مسئله حقوق بشر تو ایران جمهوری اسلامی رو بچرخونه. خب از بدبیاریشون در عراق هم سازمان خیلی سرمایه گذاری کرده بود که خب آقای نوری مالکی میره و به جاش عیاد علاوی میاد که تو این رابطه هم با سازمان شکست خورد و تحلیل و استراتژی که داشت و اون چیزی که درست کرده بود اونم از دست داد و مجبورن هرچی سریعتر عراق رو ترک کنن، چون که سازمان این کار کرده بود به تو نشسته قول داده بود که بله نورالمالکی میره، عیاد علاوی میاد، عیاد علاوی و این ائتلاف اونا بخوام بیان اونا از ما حمایت میکنن و ما در عراق میمونیم، که متاسفانه یا خوشبختانه چنین چیزی نیفتاد. خب این از بحث یه قسمت از بحثمون بودش که من انجام دادم. اگر سوالی در این رابطه داشته باشید من در خدمتم، اگر نه اینکه من ادامه بدم موضوع بعدی رو. آقای سوالی من پرسشی ندارم، بفرمایید. خواهش میکنم. و اما یک یعنی یکی از این هموطنانمون یک سوالی کرده بود که خب من همین سوال جواب میدم و همین یکی از نقضای حقوق بشر سازمان مجاهدین و که در ایران با اتوبانیش سازمان مجاهدین و شخص مریم رجبی مجاهدت اشاره میکنم. یکی از هموطنان سوال کرده که شما در خارجه دارید فعالیت میکنید و میپندارید که فعال حقوق بشر هستید، چرا در رابطه با اعدام غلامرضا خسروی هیچ گونه عکس‌العملی نشان نداده اید در حالی که خیلی هم موضع‌گیری کردن و او یک قهرمان است؟ خب در جواب این دوست هموطن و هوادار سازمان مجاهدین باید به نوبه خودم بگم که من با هر گونه اعدام در هر کجا که باشه مخالفم. فرق نمیکنه این اعدام تو ایران باشه، فرانسه باشه، آمریکا باشه، هر کجا که باشه من باهاش مخالفم. که متاسفانه الان اعدام در خیلی جاها هستش، یعنی خیلی جا که میگیم در اروپا نیست، در آمریکا هستش، در کشورهای آسیایی خیلی جا هستش که ما به شدت با هر گونه اعدامی مخالفیم. اعدام وقتی که اعدام میکنه از نظر من یک نقطه ضعفی که دولت داره نشون میده. فرق نمیکنه این دولت حالا کجا باهات باشه، چون یک توان حل کردن و تحلیل کردن یک مشکل جدی نداشته باشه میاد اون نقطه رو از میان برمیداره از طریق اعدام. واقعا چرا اعدام میکنه؟ بیاد منطقی باهاش مسئله شو حل کنه اگر واقعا میتونن، اگر نه اینکه خب نقطه ضعف من اون دولت میدونم. و اینم که این آقا داره بهش لقب قهرمان میده، خب قهرمان به چه مناسبتی؟ از چه بابتی؟ راستی چیه؟ چه کسی خب بهش این لقب رو میده؟ و من سوالم اینه که راستی چه کسی باعث و زمینه ساز اعدام غلامرضا خسروی شد؟ غلامرضا خسروی کی بود؟ خب یکی از هواداران سازمان مجاهدین بود که از سال 1360 مدت 5 سال زندان بود، بعد آزاد شد و به خاطر سازمان فعالیت میکرد، کمک مالی به سازمان کرد و برای سازمان یک سری عکس و اون چیزا انتشار داد بود و اینم طبق گفته خود سازمان مجاهدین. و سوال اینجاست که خب چه دلیلی سازمان مجاهدین داره این اسناد و وقتی که میدونه آقا تو زندان هستن داره اینا رو نامنگاری میکنه؟ آقای لطفی شما اگر لطف کنید عکس 15 تا 11 رو اگر نشون بدید به این هموطنانمون که این آقا تو زندانه، این عکس ها رو نوشته رو میده به ایمیل به خانواده هست، اینو با از طریق ایمیل یا پست هرچی میفرستن آقا تو این بالاخره داره در یک کشور کنترل میشه، میفرستن برای سازمان مجاهدین. وقتی که فردی در زندان هستش جرمش هم جرم سیاسی که به جرم هواداری از سازمان مجاهدین هست، به چه دلیل سازمان مجاهدین به ام این داره باش تحریکش میکنه؟ به چه دلیلی؟ به چه دلیل سازمان مجاهدین باید بیاد اعلام بکنه که بگه آقا کمک مالی داده؟ آیا با کمک مالی
خسروی ها، غلام رضا ها، اینا هست که صادم مجاهدین سرپان نبابا جون، صادم مجاهدین با کمک پول های عربستان سعودی و لابی های عربی دیگه شون در خلیج فارس هست که به سرپان، با پولی که صدام حسین پدر معنویشون بهشون داده سرپان. اینها تمام راه گم کنیه، اینا بخاطر اینه که این جوان ها رو بکشتن بدن. به چه دلیل آقا صادم مجاهدین این ارتباط قطع نمی کرد؟ به چه دلیلی صادم مجاهدین دائم داره نامنگاری میکنه؟ الان من اینجا 5 تا از این عکساشو داریم انتشار میدیم. حالا یک سری نامه هم نوشته دارن، یک سری مصاحبه به اسم این آقا الان داره میره بیرون. آقا زمین ساز این اعدام این کی بود؟ به چه دلیل صادم مجاهدین این کار کرد؟ و طبق خبری هم که توی یک مقاله که از دوستانمون نوشته شده بود، صادم مجاهدین در نظر داره از طریق این کارچاخونایی که داخل دارن بتونه که از خانواده هاشو، یعنی یا خانومشه یا پسرشه یا مادرشه، برای شو ویلپند بیاره. میخواد بیاره که اینجا بیشتر این پالجی که درست کرده رو تکمیل بکنه. و خانم مریم خجر عزدانلو، یعنی خانم مریم رجوی هم در نظر داره، دستور داده که عکس بزرگی از غلامرضا خسروی بالای سردار سالن ویلپن نصب کنن و داخل سالن با عکسای این تزیین میکنن. این حلقه کمبود شو ویلپن 2014 خانم مریم رجوی بود که قهرمانش درست کرد با ریختن خون این. به همین خاطر میگم که بیشترین سهم در ریختن خون غلامرضا و باعث بانی اعدام شدنش خانم مریم قجر عزدانلو یا مریم رجوی هستش. و همینجا داره من هشدار میدم که سازمان مجاهدین الان داره زمین سازی برای اعدام سعید ماسوری و علی حمزه کنه. به چه دلیل آقا به اسم علی حمزه میان اینها، در طوری که میدونن تو زندان و حکم داره زیر اعدام ممکنه بره، به چه دلیل دارن به اسم اون دارن اینجا الان تو سایت هاشون نامه میدن بیرون؟ من اینجا نامه ای که غلامرضا آقای سعید ماسوری به اسم آقای سعید ماسوری نوشته برای غلامرضا رو که این اگه بشه شمارم این سایت آفتابکاران اگه شد نشون بده، اینو اینجا برای هموطنانمون میخونم. اصلا خنده داره این نام نوشتنه. آقای سعید ماسوری که الان سالیان به خاطر عمل تروریستی که قبل از عمل دستگیرش کردن تو زندانه، جمهوری اسلامیه، از هم دوستان خودمون بود که رشته پینگ پونگ با هم بازی میکردیم، میشناسیمشون. خب بعد این آقا برگشته داره نامه که نوشته نامه به برادر غلامرضا خسروی ساعت قبل از پروان، یعنی آقای سعید ماسوری این نامه رو نوشته. خب این آقا این نامه رو ساعت 2:30 شب، من میخونم بعد تجدید تحلیلش میکنم. ساعت 2:30 شب است. ای کاش با تو بودم، که ای کاش تو این نامه رو که برای تو مینوشتم، کاش میدانم که هنوز زنده ای، احتمالاً ایستاده ای به نماز. آقا این ساعت 2:30 شب کجا تو زندان؟ چراغا رو معمولا روشن که نمیذارم، کجا هستش که این بیداره؟ بعد میگه که ما همه شب به یاد تو بودیم و این چیزا. همین الان بعد میگه که همین الان خبر رسید که تیمی از جلادان برای اعدامت به زندان آمدن و همچنین شنیدم برای اینکه در لحظه اعدام هوشیار نباشی و توان شعار دادن نداشته باشی، به زور مقداری مرفون به تو تزریق کردن. آقا تو سلولی دیگه از آقای سعید ماسوری، چطوری این خبر بهش رسید که این الان داره چه کار میکنه؟ چطوری به آقای سعید ماسوری خبر رسید که الان یک تیم اومده اینو ببره؟ چطوری از کجا این خبر رسید که الان به این آمپول مورفین تزریق کردن که این نتونه شعار بده؟ آقا این زمینه ساز چی هسته؟ چرا دروغ؟ به چه هدفی داره صادم مجاهد این نامه رو از زبان سعید ماسوری مینویسه؟ بعدش میاد اعلام میکنه که میگه الان ساعت 4:30 الان اذان صبح نزدیک، اذان مؤذن زاده رو، خب اذان مؤذن زاده رو فقط سازمان داره، در صورتی که الان تو ایران اذان مؤذن زاده رو مؤذن رو دیگه پخش نمیکنن، الان داره اذان مؤذن رو پخش میکنن که تو هم داری با جاودانه ها داری عروج میشه، عروجت مبارک باد، یعنی با اذان
به وقت ایران صبح اینو اعدام کردن. خب آقا این خبر رو کی بهش داد که زمانی که دولت اعظم بود اینو اعدام کردن؟ آقای کرمی شما میخوان یه جورایی بگید که سازمان مجاهدین با این کار سعی میکنه که شهید بتراشه، شهید درست کنه. حتی یه نامه‌ای هم از قول فرزند ایشون در زندان اوین نوشتن، درسته؟ دقیقاً زمینه ساز تمامی این اعدام‌ها سازمان مجاهدینه. همون بلایی که داشت به سر خانم شیوا نظر آهاری میابود که خانم که مادرش خوشبختانه زود متوجه شد و آمد این توطئه کنسل کرد و چند نفر دیگر رو به هم سازمان و مجاهدین داره زمینه سازی میکنه که تحت این عنوان به کشتن بده این افرادو. به چه دلیلی؟ آقا چه کسی در این ساعت شب ساعت به ساعت میاد به آقای ماسوری اینو گزارش میده؟ خب ما خودمون زندان بودیم، نه یک زندان، چندین تا زندان دیدیم. کجا چنین قانونی وجود داره که شما اگه اون چیز سایت مال آفتابکاران نشون میدی، یعنی حق اون از همتران، من به خاطر که زیاده نخواستم بخونم که وقت همتران اون رو نگیرم. و البته من در آن تعداد زیادی سوال داریم، تعدادی چیز هست که من ببینم تا کجا میتونم اشاره بکنم. و اما من چون که سازمان مجاهدین یک جرم باید اومده چیز کرده، من اینو یک نامه سرگشاده بود که ما برای آقای مالکی نخست وزیر عراق نوشتیم که من میخواستم این نامه رو بخونم که سازمان مجاهدین اومده اینو 180 درجه انعکاس برخلافش انعکاس داده، گفته که اینکه ما امضا کنندگان که 50 نفر بودیم از کشتار لیبرتی و این چیزا خوشحال هستیم و اینها که تماما دروغه و همین رو رفته بردن در اون تشکیلات برای بچهای لیبرتی و آلبانی خواندن که ما به شدت اینو تکذیب کردیم، جوابش دادیم. هفته پیشم خانم معینه در این رابطه اشاره کردم که من نمیدونم شما اگه سلامی دارید من نامه سرگشاده به نخست وزیر عراق دارم میتونم بخونمش، نه اینکه هفته پیش خانم معینه اینو کاملا توضیح دادن. من الان دارم نشون میدم، اگه میخواییم میتونیم بخونیم. بله من سعی میکنم اینو سریع‌تر بخونمش که هموطنانمون ببینن ما چنین چیزی که نوشتیم هیچ کجا اشاره نکردیم که آقا ما از کشتار دوستانمون عزیزانمون در اونجا موافق بودیم. نامه سرگشاده 50 تن از جدا شدگان سازمان مجاهدین به نخست وزیر عراق نورالملکی. جناب آقای نورالملکی نخست وزیر جمهوری عراق، با سلام، ما گروهی از جدا شدگان از سازمان مجاهدین خلق ایران از اقدامات اخیر دولت عراق مبنی بر همکاری با سازمان ملل متحد و کمیساری عالی پناهندگان در تلاش برای انتقال ساکنان کمپ لیبرتی که در حقیقت اسرای فکری و روحی و جسمی تشکیلات این سازمان هستند از عراق به کشور سالس و همچنین کمک مالی 500,000 دلاری دولت شما به صندوق سازمان ملل متحد برای تسهیل و تسریع این پروژه انسان دوستان و ملاقات‌های مکرر وزرای زیرب در دولت شما با سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا و دولت آمریکا جهت انتقال عتیتر ساکنان لیبرتی با این کشورهای نهایت قدرداری و سپاسگزاری را داریم. آقای نخست وزیر، ما اعضای جدا شده از تشکیلات این سازمان که به برخی از افراد و خانواده ساکنان کمپ لیبرتی هستیم، هر یک ده ها سال در این سازمان در قرارگاه‌های مختلف آن در خاک عراق و پیشبرد در قرارگاه سابق اشرف و برخی نیز در کمپ لیبرتی شاهد عینی جنایت‌ها و قتل‌ها و شکنجه‌های جسمی و روحی و فشارها و محدودیت‌های طاقت فرسا علیه افراد منتقد تشکیل و توسط رهبری سازمان مجاهدین از جمله موارد خودکشی بوده ایم و از خواسته عمیق ذهن و دل اکثر دوستان و در بندمان در تشکیلات فرقه این سازمان که جرأت و توان بیان آن و شکستن این حصار و بند رهبری سازمان را ندارند کاملا مطلع هستیم. به اطلاع شما و اعضای دولت عراق به ویژه وزرای زیرب از جمله وزیر حقوق بشر در دولت شما میرسانیم که همه این دوستان و عزیزان و فرزندانمان که به یقین اون گونه که بسیاری از آنها به خود ما وقتی که با آنها در داخل تشکیلات سازمان بودیم مخفیانه میگفتند خواستار رهایی و نجات هرچه سریعتر از این زندان رجوی ساخته تشکیلات جهنمی این فرقه و انتقال به جهان آزاد و مشخصا کشورهای اروپایی و آمریکا هستند تا بتوانن ضمن دستیابی به زندگی آزاد انسانی و مستقل از جمله تشکیل خانواده با دنیای بیرون به ویژه با خانواده‌هایشون بعد از ده ها سال در ارتباط برقرار کنند
ارتباطی که با انزوای مطلق تحمیل شده به آنها از سوی رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران، چنان که در گزارش نیم ساله اخیر یونامی آمده است، کاملا از آن محروم بوده و هستم. به ویژه که حدود 1/3 این افراد دارای مدرک و سابقه پناهندگی و اقامت رسمی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا میباشند که با انواع ترفندها با ترک تحصیل عالیه و کار و زندگیشون در این کشورها طی 27 سال اخیر توسط رهبری سازمان به عراق کشانده شده و در اصاره تشکیلات فرقه آن باقی مونده است. آقای نخست وزیر، در حالی که رهبری سازمان فرقه مجاهدین در تلاش های شما و سازمان ملل متحد کمیساری عالی پناهندگان و سیر اقدامات اداری کمیساری به ویژه با جلوگیری از مصاحبه ها و اخلال می کند و خط تبلیغ و تلاش های خود و لابی هایش در داخل و خارج عراق را ضمن دخالت آشکار در امور داخلی عراق باقی ماندن در خاک عراق قرار داده است، ما گروهی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق که از تشکیلات این سازمان جدا شده ایم و به دنیای آزاد پاگذاشته ایم، برای رساندن صدای خواسته واقعی این دوستان اسیرمان در زندان رجوی ساخته لیبرتی به گوش جامعه جهانی تلاش میکنیم و در این راستا از جناب علی و اعضای دولت عراق خواستار افزایش تدابیر امنیتی و حفاظتی و تأمین تدارکات و امکانات بیشتر برای حفظ جان دوستانمون در کمپ لیبرتی بغداد با توجه به وضعیت بحرانی عراق و درک مشکلات امنیتی دولت و کشور شما و رسیدگی به زخمیان و بیماران مانند ده‌ها سال گذشته هستیم و انتظار داریم که مورد رسیدگی های ویژه قرار گیرم و می خواهیم که با هماهنگی و همکاری یونامی و نهادهای زیرورد سازمان ملل و سفارتخانه های کشورهای اروپایی و آمریکا در جهت جداسازی افراد و بدنه پایین سازمان در کمپ مذکور از رأس و رهبری تشکیلات مخفیان و اعلام انحلال این رهبری و تشکیلات و خودداری از رسمیت شناختن و مذاکره با آن تحت پوش دروغین و موهوم نمایندگان ساکنان لیبرتی تلاش لازم مبذول گردد تا افراد به طور مستقل و آزاد و برای زندگی آینده خودشان تصمیم بگیرن و خواسته واقعی خودشان را که در درجه اول رهایی و جدایی از این تشکیلات و رهایی یافتن به زندگی آزاد میباشد به نهادهای بین‌المللی مشخصا به کمیساری عالی پناهندگان هنگام مصاحبه با آن بیان کنند تا افراد به صورت مستقل به عنوان شخص حقیقی خواهان پناهندگی و سکونت در کشورهای دیگر بدون به میان آمدن نام این سازمان تروریستی که سابقه وجود در لیست‌های تروریستی کشورها را دارد به جامعه جهانی معرفی شوند و در نتیجه آن کشورهای ثالث بتوانند بدون برخورد به اشکالات قانونی و حقوقی و اعتراضهای نهادهای داخل دولتهایشان آمادگی خود را برای قبول این افراد و باز اسکان آنان به عنوان پناهنده در کشورها را اعلام کنند و بدین گونه راه انتقال هرچه سریعتر این اسیران به کشورهای ثالث و دنیای آزاد از رهایی آنان از قید و بندهای تشکیلاتی این سازمان هموار گردد. ما جدا شدگان از سازمان مجاهدین خلق نیز آماده ایم در این تجارب خودمان را در اختیار دولت عراق و سازمان ملل و کمیساری عالی پناهندگان قرار بدهیم و اینو تمامی روزنامه های مهم و اصلی عراق انتشار دادن و سازمان مجاهدین از این بابت خیلی سوزش گرفته، به خصوص روزنامه السبا، روزنامه الرای، روزنامه رسمی دولت، روزنامه و سایت اشرف نیوز، یعنی تمامی روزنامه و سایت های معروف و رسمی دولت عراق اینو، کشور عراق اینو انتشار دادن که سازمان به شدت از این به حراس افتاده که چرا اینها اینقدر اینو انعکاس دادن. خب متاسفانه با طبق معمول من وقت کم آوردم آقای سوربی، یک سری از بحثامون که میخواستم ادامه بدم دو سه موردش مون و همچنین پاسخ به سوالات که انشالله سه هفته دیگه مزاحمش دوباره هموطنانمون میشم که در خدمتتون خواهم. شما اگه سوال داشته باشید من در خدمتتون هستم. من از شما ممنونم. ما قرارمون این بود که یک استراحتی هم بگیریم، ماشاءالله شما پر قوت چی میگن سنبه پرزور رفتید و یک تنه این برنامه رو تا آخر ادامه دادید. از شما ممنونم، برای شما آخر هفته خوبی آرزو میکنم با امید دیدارتون در برنامه‌های آینده. مرسی. همچنین تشکر از شما و هموطنان عزیز که در این برنامه شرکت کردن و گوش دادن. خب متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، با آقای محمد کرمی بودیم از پاریس. اگر سوالی دارید در این مورد، پرسشی دارید، یا مستقیما با خود ایشون تماس بگیرید یا با
کانون آوا. کانون آوا وبسایت منظمی داره، آوا خط فاصله association.de. فیسبوک دارن، روی فیسبوک میتونید این دوستان رو پیدا کنید، دنبال کنید، باشون در تماس باشید، یا با تلویزیون مردم چه از طریق فیسبوک تلویزیون مردم، چه از طریق وبسایت، چه از طریق ایمیل و یا تلفن 703. اجازه بدین من اینجا این رو برای شما نشون بدم، 703-957-6150 پیام بذارید. پیام های شما برای این دوستان ارسال میشه، اونها هم در برنامه های آینده پاسخ میدن. و یا با ایمیل info@mardomtv.com پرسش و نظراتتون رو مطرح کنید. و باز هم اعلام میکنم، سازمان مجاهدین و دیگر افرادی که فکر میکنن میتونن در رابطه با صحبت های این دوستان نظری بدن و نظرات مخالفی داشته باشن، حتما از تلویزیون مردم استفاده کنن و بیان حرفاشونو بزنن. بارها گفتیم که حرفها باید گفته بشه، مردم باید بشنون، دقت کنن، تحمل کنن، در موردش مطالعه کنن و نظر بدن. باز هم از شما ممنونم که با ما بودید. به دنباله برنامه ها توجه کنید و تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. از شما دوستان هر جای دنیا که هستید ممنون و سپاسگزارم. مرسی.